سلام میگم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم. برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه از استودیو لندن پخش میشه. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن برنامه ما باشید. همونطور که رو صفحه تلویزیون میبینید موضوع برنامه هست: تشکل، اعتصاب، حق مسلم ماست. خب تو ایران حق تشکل نیست، تو ایران حق اعتصاب نیست، تو ایران حق تجمع نیست، تو ایران حق ابراز عقیده نیست، تو ایران کارگران و کل جامعه از پایه‌ترین حقوق خودشون محرومن. به این اعتبار میشه گفت که یک بردگی کامل وجود داره. یعنی کارگری که دستمزدش رو نمیپردازن، کارگری که دستمزد چند بار زیر خط فقر رو بهش پرداخت میکنن، حتی اجازه نداره که اعتراضش بگه، بگه من دستمزدم رو میخوام. اجازه نداره که دست از کار بکشه، بگه من این شرایط رو نمیخوام. محیطای کار ناامنه، هر روز یک نفر رو قربانی میکنه، هر روز یک نفر جونش رو از دست میده. تو اخبار مرتبا میبینید کارگر اجازه نداره اعتراض کنه. معلمان همینجور. شرایط کار معلمان رو نگاه کنید، دستمزدهای چند بار زیر خط فقرشون رو نگاه کنید، معلمان اجازه ندارن اعتراض کنن. پرستاران همینجور. شرایط شاق کار رو گرده پرستاران، فشار سنگینی که روشون هست، باز اجازه ندارن. دستمزدهای پرداخت نشده یک موزل وسیعی شده تو این جامعه و باز کارگری که اعتراض میکنه، اینجا این کارفرماست که شکایت میکنه، این کارفرماست که طلبکار میشه. اما واقعیت تو جامعه چیه؟ حق اعتصاب نیست ولی هر روز اعتصابه. حق تجمع نیست ولی هر روز تجمع و اعتراضه. به قول خودشون جلوی مجلس اسلامی شده محل تجمعات هر روزه کارگران و بخش های معترض جامعه. و حق ابراز عقیده نیست ولی میبینید حتی تو زندان هم کارگر زندانی سیاسی بیانیه میده و اعتراض خودشو بیان میکنه و یک جنگ آشکاریه. و این بخشی از چیزیه که ما مردم به اینا تحمیل کردیم و خیلی جاها اینا رو نظارگر کردیم. حق برپایی مجمع عمومی ندارید. همین الان کارگران شرکت واحد نامه میدن به وزارت کار و وزیر کار ربیعی که میخوان مجمع عمومی سالانه‌شون رو تشکیل بدن، ولی بهشون میگن شما حق ندارید. فقط سه تا تشکل تو ایران رسمیت داره: شورای اسلامی، انجمنهای صنفی و نمایندگانی که زیر نظارت دولت انتخاب میشن. یعنی چی؟ یعنی همون تشکلهایی که زیر دست خودشونو و بخش از حاکمیته، ربطی به کارگران نداره. یعنی کارگر اجازه نداره مجمع عمومیشو تشکیل بده. قانون نویسندگان میخوان مجمع عمومیشو تشکیل بده، اجازه نداره. وقتی هم تشکیل میده احضارشون میکنن. معلمان قانونهای صنفی میگن میخوان مجمع عمومیمونو تشکیل بدیم، اجازه ندارن. معلمان تجمع میکنن، هزاران معلم میگن ما میخوان مجمع عمومیمونو تشکیل بدیم. و این مهمه. این بس رو گذاشتیم برای اینکه در موردش صحبت کنیم. چه باید بکنیم؟ چه جایگاهی داره تو مبارزات ما و قدرتیابی مبارزات ما، تشکل ما، اعتصاب ما، اعتراض ما؟ شما میتونید بیاید زنگ بزنید، صحبت کنید و دخالت کنید. قبل از اینکه تماس شما برقرار بشه، میخوام در همین شروع برنامه از یک نمونه مشخص و تکون دهنده از اچافات، از زورگویی‌های کارفرمایان و همدستی کارفرمایان و دولت در سرکوب کارگران رو براتون بگم. تو متن جدید قراردادهای کار تو فازهای 15 و 16 اصل و یه قید شده که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند با کارگران اعتصابی بدون پرداخت مزد تصفیه حساب کند. ببینید تا کجا گستاخی، تا کجا. یعنی پیمانکار منبعد میتونه که در صورتی که کارگر اعتراض میکنه، کارگر قراردادی، هم حقوقش بالا بکشه هم بیرونش کنه. این یه نمونه بارز از اون چیزیه. و مهمه مرکز مثل اصلویه که
بخشی از کارگران وابسته به نفت است. مهمه اونجا به این مسئله رو صحبت کنیم و بگیم چه باید کرد. کارگران در اونجا باید همه با هم دیگه متحد شن، بگن این قراردادها رو امضا نمی‌کنیم، این امضای بردگیه. کانال جدید بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. ببخشید من از آبادان، از آبادان زنگ می‌زنم. من چند وقت چند توانی سالگین بیکارم، بعد با یه تعداد نفراتی رفتیم که به فرمانداری راجع به کار صحبت کردیم که داغل توی پالایته کار با ما بدن. بعد که اینجا اومدن گفتن آقا شما اسماتون رو یادداشت بکنید، اسمامو یادداشت کردن اینا. بعد گفتن آقا فلان حالا بریم خونهاتون تمام ببینیم چیکار میتونه برات بکنیم. رفتیم خونه هیچ خبری نشد تا اینکه بعد از تقریبا 6 ماه بعدش رفتیم جلوی آلایشگاه اینجا ایستادیم که کار آوار بادی به مدت یک ماه و نیم رفتیم اینجا استخدام شدیم، یعنی بوم به حساب. بعد که رفتیم داخل پالایشگاه یه دفعه بگو مرد یه نیروی به اسم فیزیک اومدن دنبالمون و اسما رو خود نگم که شما چند وقت پیش اعتصاب کردیم وقتی اینجوری فرمانداری حالا دیگه حق ورود به داخل پالایجا نداریم. واقعا این موست کاری که نکردیم، فقط گفتیم واقعا برید کار برید بیکاری، خیلی وقت بیکار بودیم. گفتم نه آقا هیچ خبری نیست، حالا فرمایید بیریم بیرون دیگه حق ورود داخل پالایجا رو نداریم. ما رو پس کردن بیرون، گفتن آتا نه بردنیتون پازاجا بریم دیگه اینجا اجازه نداره چون شما یه شورنگر محصول بشین. بری آخه این آخه چه کاریه؟ با چه کافی این آخه از این وضعیت؟ ممنونم، دست شما دم در نکنم. شما چند نفر بودید؟ شما چند نفر بودید که این وضع براتون پیش اومد؟ زیاد نبودیم، 12 نفر، 12-13 نفر بودیم. خب خیلی ممنون، من صحبت میکنم، دست شما در نکنه، زنده باد به شما. کار خوبی کردید، شروع خوبی بوده و باید ادامه داد. 12-13 نفر کم نیستن دوست عزیز، همین 12-13 نفر باید به تجمع. به قول خودتون ما کاری نکردیم، کارگر بیکاریم، حقمون جمع بشیم، حقمون خواستامون رو مطرح کنیم و بقیه بیکاران باید بپیوندن. بنابراین شما 10-12 نفر باید با همدیگه در تماس باشید. یک میتونید NGO علیه بیکاری تشکیل بدید. چیکار میخوام بکنن؟ اگر شما 12 نفر تو آبادان، 10-12 نفر تو اصلویه، 10-12 نفر همین 12-12 نفرها تو شهرهای مختلف بیاید بگید من میخوام تشکل علیه بیکاری درست کنیم، وقت چیکار میخوام بکنم؟ هر جایی که ما تجمع کنیم و اعتراض کنیم اینا رو عقب میزنیم. و اعتراضم وسیعه. ببینید همون جماعتی که جلوی جمعی از کارگرانی که جلوی پالایشگاه آبادان جمع شدن برای بیکاری، علیه بیکاری و برای کار، یا تو اصلویه جمع شدن برای کار، کم نبودن. و اینا باید راهش اینه که ادامه داد این کارو. شما خیلی خوب کاری کردید، شروع کار خوبی کردید، شروع کارتون خوب بود و همین که اومدید اینجا و مسئله رو ترک کردید قدم دوم شما باز یه قدم مهمیه که برداشتید. همین کار رو باید کرد، تجمع کرد، با دوستان ارتباط پیدا کرد، دوستان مختلف رو جمع کرد، تجمع کرد، اخبارش رو رسانه‌ای کرد، NGO نهاد درست کرد، خبررسانی کرد توی فیسبوک و نمیدونم توی وایبر، تو شبکه‌های اجتماعی، تو وایبر با هم دیگه تماس بگیرید، همین گفتمان‌ها رو پخش بکنید و به این شکل تو تمام شهرها اینو تبدیل به یک حرکت گسترده اجتماعی بکنیم علیه بیکاری. به نظر من این همین بحثی که الان گفتم. ببینید درده، شما کارگر بیکار جمع شدید، حق تجمع ندارید. همون جایی که این حرف رو شما زدن باید این رو فوری تو مدیای اجتماعی پیامک کنید، به همه دوستان خبر بده، بگی به ما میگن شورشگر، من کارگر بیکارم، کار میخوام، یا کار یا بیمه بیکاری. و بگید همه کسانی که مثل منم بیاییم با هم دیگه جمع بشیم و نذاریم، برید جلو همون پالایشگاه جمع بشید و اعتراض کنید. تنها راه عقب روندن اینها اعتراضه. کارگران اصلویه که یک همچین قراردادی بهشون دارن امضا میکنن، میگن که قرارداد میبندن که کارگر اعتصابی اگر کارگر معترض اگه دست به اعتراض بزنه، کارفرما حق داره دستمزدشو نده و اخراجش کنه.
این یعنی برده. معلومه که همه کارگران قراردادی اصلویه با در مقابل این مسببه اعتصاب کنن، حتی کارگران شاغل، به خاطر اینکه وقتی که یک همچین قراردادی گذاشته میشه، فردا دامنش کارگر شاغل رو هم میگیره. اون کارگر شاغل هم دچار خطر اخراج و ناامنی میشه. و الان حرف ما رو به کارگرای اصلویه اینه که این قراردادها رو امضا نکنید. و من از کارگران اصلویه، کسانی که این برنامه رو میبینن، میخوام که بیان اینجا اظهار نظر کنن و مشکلات رو بگن تا با همدیگه در موردش صحبت بکنیم. این قرارداد رو به این دلیل با کارگران فازهای 15 و 16 دارن میبندن که این کارگران توی اسفند ماه اعتراضات گسترده ای داشتن. تو شرکت های پیمانکاری آزمون فلز و نوسان، آذران گستر، آرش مکانیک، توانمند، تلاش گستر، پناه سازان، تو پروژه های 15 و 16 فازهای 15 و 16 اصلویه به خاطر 2 ماه تا 5 ماه دستمزدشون کارگران، صدها کارگر دست به اعتراض دادن. بعد چند ماه کارفرما اومده اینجوری به خاطر اینکه آزار دست خودش بگیره. اسم اصلویه رو میذارن منطقه آزاد اقتصادی. منطقه آزاد اقتصادی یعنی چی؟ یعنی حتی همون قانون کار ضد کارگری که توش حق تشکل و حق اعتصاب و حق ابراز عقیده و همه اینا ممنوعه، حتی همون قانون کار را هم اونجا اجرا نمی کنن. بردگی تمامه، یک جهنمه. و کارگر اونجا نه بهداشت مناسبی هست، اونجا خوابگاه ها یه مخروبه است و امنیت شغلی وجود نداره، ایمنی محیط کار وجود نداره. هر روز اخباری از تصادف و ماشین هایی که کارگران این ور بر میبره، اخباری از اتفاقاتی که تو محیط کار میفته و کارگران کشته میشن، و مقامات دولت و مراکز مختلف دولت هم میان گزارش میدن که خب اشکالاتی در کار بوده، پیگیری میشه. وسط چی شد؟ کارگران به خاطر اشکالات و به خاطر سودجویی کارفرما جونشون از دست دادن. این جنایت آشکاره، ولی امر طبیعی، فقط بررسی میشه و فقط پیگیری میشه، تموم شد. پیگیریشون نهایتا یه دیه میدن به خانواده کسی که عزیزشو از دست داده. ایناست منطقه آزاد اقتصادی، جایی مثل اصلویه این وضعیته. و کارگران از کردستان، از آذربایجان، از خراسان، شهرهای مختلف، استانهای مختلف میرن اونجا کار میکنن. چند ماه چند ماه دستمزدشون به تعویق میفته، خانوادهشون رو چند ماه چند ماه مجبورن ببینن، هیچ نه بچهشون رو میبینن. به قول یکی از کارگرم میگه من بزرگ شدن بچه‌مو ندیدم. اسم این منطقه آزاد اقتصادی هستش. به این تنها نمونه نیستش، نمونه دیگه ای هست که باز شما میبینید که تو همین خبرها بهش برخورد میکنید. به طور مثال در کارخونه میگه کارفرما در نخستین روز اعتصاب، این خبر در مورد یکی دیگه از مراکز کارگری هستش که در مورد ایران برک هست. ایران برک در لاکان شهر در رشت، که در اونجا کارگران، به گفته کارگران، کارفرما در نخستین روز اعتصاب با شناسایی 10 نفر از کارگران معترض قصد داشت با آنان به جرم ایجاد اختشاش و رهبری معترضان تصفیه حساب کند، اما با حمایت سایر کارگران قادر به انجام این کار نشد. زنده باد کارگران ایران برک. و باز گفته میشه که کارفرما اعتراض کارگرا برای چی بود؟ برای 9 ماه حقوقشون و طلب هایی که داشتن، برای این بودش که همین الان 23 روز اعتصابشون هست. این کارگران 120 تا کارگر هستن و نشستی داشتن با فرماندار شهرستان رشت که با همراه مدیر عامل کارخونه تو سالن اجتماعات کارخونه، که
میخواستن از این 9 ماه دستمزد 2 ماه دستمزد به کارگران بدن و تازه وعدهشو بدن و کارگران گفتن قبول نمیکنیم، شما قبلا هم از این وعده ها دادید عمل نشده و دستمزدمون رو میخواین. همین کاری که ایران برق کرده همین کارو باید کرد. تو این کارخونه اومدن شب آتش سوزی رو انداختن برای اینکه بگن کارگر اخلالگرن و کارگر رو اعتراضشو در هم بشکنن، نیرو انتظامی بیارن. تو همین کارخونه پلاکارد کارگرا رو آتش زدن. تو همین کارخونه 10 تا کارگر رو تهدید کردن. کارگرا ایستادن میگن دستمزدمون رو میخوایم، حق و حقوقمون رو میخوایم، به همکاران اخراجی خودشونو برگردوندن سر کار. بنابراین نشون میده که اگر کارگر قراردادی و غیر قرار همه با هم متحد بیستن در مقابل این زورگویی ها میتونن جلوی این فشارها رو بگیرن، جلوی این تعرضات رو بگیرن و در این حال حق حقوقشون رو بگیرن و حقوق پایه خود حق تشکل رو تحمیل کنن. دوستان شما هم بیاید مثل دوست آبادانی ما از وضعیت خودتون بگید، شما معلمان بیاید صحبت کنید، شما پرستاران بیاید صحبت کنید، شما کارگران شرکت واحد بیاید صحبت کنید، شما بازنشستگان بیاید صحبت کنید. درد اجتماعیه. تنها تشکلی از نظر حکومت اسلامی معتبر که دستساز خودشون باشه، که با اون بتونن سر کارگر کلا بذارن، با اون بتونن جاسوسی کنن تو کارگر رو، با اون بتونن کارگر رو سرکوب کنن، کاری که شورای اسلامی داره میکنه. مسئله اینه. ولی میبینید کارگرها به همت خودشون تشکلات خودشون ایجاد دارن میکنن. اتحادیه آزاد کارگران ایران به همت کارگران تشکیل شده. کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلات کارگری به همت کارگران تشکیل شده. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلات کارگری به همت کارگران تشکیل شده. سندیکای شرکت واحد به همت کارگران تشکیل شده. سندیکای نیشکر هفت‌تپه به همت خود کارگران تشکیل شده. کارگران هفت‌تپه جنگیدن تا سندیکاشون رو تشکیل دادن. جلو چشم نیروی انتظامی آمد اونجا مستقر شد، تهدید کرد کارگران رو، بازداشت کرد کارگران. کارگران صندوق گذاشتن و 1100 نفر یک شیفت تو اون صندوق رای ریختن و هیئت مؤسس خودشون و هیئت مدیره خودشون رو انتخاب کردن و بعدم تو تمام کارگران نیبر تو تمام مزارع کشاورزی اونجا این صندوق رو گردوندن و رای دادن. خود کارگران نیشکر هفت‌تپه میتونن بیان بگن که با چه تلاش این تشکل رو شکل دادن. ولی این تشکل وقتی میتونه مبارزات این کارگران رو متحد نگه داره و قدرت نمایی کنه در مقابل زورگویی های کارفرما و دولت، که بتونه جلسات منظم خودشو داشته باشه، بتونه مجمع عمومی خودشو داشته باشه. حق این کارگراست، احتیاج به اجازه نداره. من کارگر وقتی که نیروی کارم رو میفروشم، خب اگه تنهایی باشم، همین زورگویی ها رو میگن که این دوست عزیزمون از آبادان اومدن اینجا توضیح دادن، همین زورگویی ها رو میگن که توی اصلویه شما شاهدش هستید، قراردادهایی که دنبال دوران بردگیه. ولی اگه متشکل باشیم قراردادهای دست جمعی میبندیم، تک تک نمیریم قرارداد ببندیم. نمایندگان منتخب کارگران از طرف مجمع عمومی کارگران، نشست کارگران که با هم دیگه جمع شدن، اونجا که کارگران با هم جمع میشن با هم دیگه تصمیم میگیرن، نمایندگانشون انتخاب میکنن و بعد تو همون جلسه میگن که ما با این شرایط حاضریم کار کنیم. دستمزدمون باید اینقدر باشه، ساعت کارمون باید اینقدر باشه، محیط کارمون باید ایمن باشه و خواستشون رو مطرح میکنن و با اون قرارداد میرن قرارداد دست جمعی میبندن با کارفرما و دولت. شما الان شورای عالی کار رو ببینید، هیچ ربطی به کارگران نداره. شورای عالی کار یه طرفش نمایندگان کارفرما، یه طرفش نمایندگان دولتن که اینا همه همون جامعه سرمایه‌داری و اساسش سوده و طرف دیگه‌ش هم به عنوان کارگر شورای نمایندگان قانون عالی، شورای اسلامی قانون عالی، انجمنای صنفی که اونام در واقع نمایندگان خود دولت هستن. با اون وقت میشینن هر سال از بالای سر کارگرا دستمزد تعیین میکنن. دستمزدی که تعیین میکنن میبینید چند بار زیر خط فقر، 100 بار میگن
خودشون اعلام میکنن خط فقر 3 میلیون، دستمزد رو 712 هزار تومان تعیین میکنن. به همین دلیل این بحث بر سر چه باید کرده است؟ بر سر کار متحد ما مردم، اعتراض متحد ما مردم برای اینکه حق و حقوقمون رو تحمیل کنیم، حق اعتصاب رو تحمیل کنیم، در مقابل زورگویی ها بیستیم، تشکلمون رو ایجاد کنیم. الان میشه تشکل علیه بیکاری درست کرد. اعتراض تو تمام شهرها زیاده، شما نگاه کنید همین الان ده ها مرکز در مقابل من هست که اخبار از اعتراضات کارگری صحبت میکنه و پرستارا همینجور تو قم چندین بیمارستان پرستارانش دست به اعتراض زدن، دست به تجمع زدن. حرف حسابشون هم اینه که دستمزدشون کمه. طرح عملکرد رو که اساسش هم علیه بیماره هم علیه پرستاره قبول ندارن و میبینید که تو چندین مرکز پرستاران بیمارستان کامکار قم، پرستاران بیمارستان شهید بهشتی قم و همینجور پرستاران یکی دیگه از بیمارستانه که الان تو ذهنم نیست، میبینید که دست به اعتراض زدن و حرف اصلشون خواست افزایش حقوقاشونه و این جدید نیست. الان چندین ماهه که پرستاران فراخوان میدن، تجمع دارن و مهم اینه که این پرستارا متشکل عمل کنن، مهم اینه که این پرستارا هم تشکل خودشون رو تو دست خودشون داشته باشن. پرستاران رادیکال، پرستارانی که حرف روشنی دارن، بیان جلو، بیان قدرت نمایی کنن، بیان تو اون تشکلشون اوزار دست خودشون بگیرن. هم این که خواستای روشنی رو اعلام کنن، همونطور که معلم ها این کار میکنن و از امکان مثل به قول دبیر کانون صنفی معلم ها میگو معلم ها با وایبرشون از کانون جلو زدن، پرستاران باید از طریق وایبر و شبکه های اجتماعی بتونن خودشون رو جمع کنن، ارتباط بگیرن، وقتی که فراخانی میدن با هم همصدا باشن، اجازه ندن جریانات سازشکار بیان و از طرف اونا مبارزات اونا رو محدود کنن و جلوی گسترش مبارزاتشون رو بگیرن. همین الان معلم ها در اعتراض هستن. هر جمعه شما نگاه میکنید معلم ها برای اینکه متحد بمونن، برای اینکه ارتباطشون با هم دیگه برقرار باشه، میگن ورزش صبحگاهی. معلم ها تو همدان، معلمان تو تهران، تو جاهای مختلف مریوان به این شکل دارن ورزش صبحگاهی جمعه دارن. ابتکار جالبیه و با این ابتکار ارتباطاتشون رو برقرار نگه میدارن و از همین طریق گفتمانهاشون رو به وجود میارن، از همین طریق تماسهاشون رو میتونن به وجود بیارن. وقتی این ارتباط باشه، وقتی پرستارا با هم به صورتهای مختلف ارتباط دارن، وقتی کارگران به صورت از کوهنوردی گرفته، از گلگشت گرفته، از شکلهای مختلف با هم در تماس باشن، با تو وایبر با هم در تماس باشن، تو همین کانالا خب راحت‌تر با هم دیگه ارتباط دارن، راحت‌تر با هم دیگه گفتمان برقرار میکنن، راحت‌تر سر خواستشون صحبت میکنن. وقتی فراخوان میدن فراخوانشون گسترده‌تر میشه. مثل که معلم ها وقتی فراخوان میدن میبینید چندین هزار معلم تو تهران، چندین هزار تو مشهد، تو مریوان، تو شهرهای مختلف جمع میشن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه کاری بکنه. شما ببینید برای تشکل تجمع آزاد نیست تو جمهوری اسلامی. حتی روز جهانی کارگر، حتی روزهای مناسبت‌هایی که جهانی هست تو تمام دنیا اون روز اعلام شده، آزاد نیست. اما می‌بینیم که چه تلاشی هست از جانب کارگران، چه تلاشی هست از جانب جامعه برای اینکه حرفشو بزنم، برای اینکه اعتراضش بکنم و بخشای مختلف جامعه رو میبینید که علیه آلودگی محیط زیست چقدر تجمعات شده، چقدر اجتماعات به پا شده. برای
کارگرا که یک بخش دائمی اعتراض تجمع تو جامعه هستن. هر روز تو این شهر، تو اون شهر شما میبینید که این کارخونه، اون کارخونه کارگرا تجمع میکنن، خواستاشون رو بیان میکنن. و همین زمینه این رو فراهم میکنه که کارگرایی که تو مثلا فرض کنید توی شهر همدان، تو شهر سنندج، تو شهر مریوان، تو شهر آبادان، تو شهر اهواز، تو شهر بندر بوشهر، تو اصل و جاهای مختلف، وقتی ده ها مرکز با هم دیگه هم اعتراض دارن، ارتباط اینا با هم دیگه میتونه تشکلهای منطقه‌ای رو شکل بده، میتونه تشکلهای محلی رو شکل بده و باید به این طرف بریم و این کمک میکنه به گسترش اعتراضات ما. برای دوستان انتظار دارم که تو این بحث مهم بیاید صحبت کنید و به عنوان راهکارها ببینیم چه کار باید بکنیم و مشکلات چیه، شما مشکلات رو چی میبینید، اصلا حق اعتصاب یعنی چی؟ خب حق اعتصاب ما میگیم باید بدون قید و شرط باشه. حق اعتصاب اینجوری نیست که فرض کنید اگه شما تشکل داشتید و تو بعضی کشورهای اروپایی اینجوریه، میگن خب اگه از طریق سندیکا اعتصاب اعلام بشه آزاده، اگر نه کارگرها اعتصاب فلان کارخونه اعتصاب کنن اعتصابشون غیر قانونیه. این هم یه جور محدود کردن اعتصابه، ولی باز بالاخره یه درجه حق اعتصاب وجود داره. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید. خانم دانشور. درود. خانم دانشور، من چند وقت پیش یه پیغام گذاشتم برای خانم دینا احدی که به ما زنگ زد. خانم دینا احدی زحمت کشید از زنگ زد، من بعد ما بینید وقتی هنوز فرصت من تمام نشده بود چیز قطع شد، شارژ ما تموم شد، تلفن قطع شد. بعد میخواستم از شما خواهش کنم به خانم دینا احدی بگم اگر میشه یک بار دیگه شماره رو میدم که یک بار دیگه به ما تماس بگیرن که من اسم زندان و اسم همون مشخصات اون پسر چون تو زندان زیر خط نام هست اینا رو من به خانم احدی بگم، چون ما به نهف همون قد شد به خاطر همه اون پسی که زندان گفتم یاسر و میخواستم به اسم زندان دیگه قد شد، من نتونستم اسمشو نتونستم مشخصات اینا رو نتونستم بدم. گفتم اگه میشه زحمت بکشن به خانم نینا حدی بگیم یک بار دیگه تماس بگیرن تا من برای مشخصات و خدمتشون رو عرض کنم. متشکرم. شما شمارتون رو به اتاق فرمان بدید لطفا تا اون رو ما در اختیار مینا احدی بذاریم که حتما با شما تماس بگیرن. خیلی ممنونم، خیلی خوب کاری کردید، تماس گرفتید. بله متشکرم. اگه در مورد شما که اینقدر خلاص بودن که کسی بیگناه اعدام نشد دست شما در نکنه. درود به شما. متشکرم. متشکرم. اینم یه عرصه از مبارزه است و کسی بیگناه اعدام نشه. ما میگیم اصلا نباید کسی اعدام بشه، ما میگیم اصلا مجازات اعدام نباید باشه. بله نکرده پیش بیاد که دو پسرم خدای نکرده کشته بشن من اون طرف رو زندان میندازم، ولی هیچ وقت من اصلا خودم مخالف اعدام هستم. من میگم یعنی اعدام یه قتل عمد واقعا میشه، میدونید من اصلا خودم واقعا مخالف اعدام هستم، واقعا واقعا. درود به شما. متشکرم. درود به شما. ممنون. متشکرم. من فکر کردم صحبتشون قطع شده بود ولی دیدم صداشون داره از دور میاد، دوباره بس کردم به میکروفون. به هر حال درود به شما، واقعا زنده باد. به عنوان یه مخالف اعدام داشتن صحبت میکردن و اینم یکی از عرصه های مهم مبارزه است و تجمعاتی که شما میبینید علیه اعدام صورت گرفته، خانواده ها نقش مهمی داشتن در این اعتراضات و اونجا هم شما نگاه میکنید که اگر علیه اعدام یکی جمع میشه، خب اگه تجمع زیاد بشه مجبورن محتاط برخورد کنن، اگر جمعیت زیاد بشه، اگر جمعیت کم باشه تهدید میکنن، فشار میارن تو همه عرصه. به از این خانم عزیز درخواست میکنم دوباره زنگ بزنن با اتاق فرمان و شماره تلفنشون رو بدن که ما بتونیم باشون تماس بگیریم.
بله، میبینید که چقدر مهمه مسئله تجمع. فقط در رابطه با اعتراضات کارگری نیست، حق تجمع برای تمام جامعه، جامعه‌ای که اعتراض داره علیه گرانی، جامعه‌ای که اعتراض داره علیه بی‌حرمتی و بی‌حقوقی زن، جامعه‌ای که اعتراض داره علیه فقر، علیه دستمزد چند بار زیر خط فقر، علیه بی مسکنی، علیه بی درمانی، علیه همه چی، کل جمهوری اسلامی باید بتونه تجمع کنه. و این رو، حق تجمع رو از دولت نمیگیرن، حق تجمع رو با تحمیل کرد. حق اعتصاب رو از دولت نمیگیرن، باید اعتصاب رو تحمیل کرد، همونطور که کارگران الان دارن هر روزه اعتصاب میکنن و دولت هم مجبور بیاد باهاش مذاکره کنه، نمایندگانش رو بفرسته، نماینده کارفرما بنشینن و مذاکره کنن. معلم ها اعتصاب میکنن، نمیدونم پرستار ها اعتصاب میکنن، تجمع میکنن. همه بحث بر سر همینه که ما این رو متوجه باشیم که اینا حقوق پایه‌ای ماست، احتیاج به مجوز نداره. و بنابراین برای وقتی اعتراضی داریم با نیرو جمع کنیم، مهم نیروه، جمع کردن نیرو. و برای جمع کردن نیرو با تماس و ارتباط گیری برقرار باشه، و برای تماس و ارتباط گیری، برقرار کردن ارتباط و تماس گیری و اینها، باید ابزاراشو داشت. و این ابزارا وجود داره، یکیش کانال جدیده، یکیش همون تلفن‌های هوشمندی که دست خودتونه و میتونید کسانی که میبینید مثل شما معترض هستن، همکارتونن، دوستانتونن، اونا رو گروه درست کنید و به این شکل برید پای سازمان دادن اعتراض، برید پای سازمان دادن تجمع، برید مثل کاری که معلم ها کردن. به عنوان معلم حقشونه، معلم میگه خط فقر 3 میلیون، حقوق من 1 میلیون. دوست آبادانی ما گفت میگه من بیکارم، رفتم برای کار. و حالا میبینید که کانال جدید، بفرمایید. الو، سلام. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. راست من از ایران زنگ زنم. بله. و میخواستم بگم مرگ بر کمونیست، مرگ بر به هر حال. داشتم صحبت میکردم، اینا نکات مهمی هستش که سر این و سر موانع و مشکلاتی که وجود داره برای اعتراضات ما، برای تحمیل حق و حقوق ما، برای اینها بتونیم. بله، مثل این که خط مشکلی داره اینجا، اتاق فرما. بله، اتاق فرمان خط مثل اینکه یه مشکلی داره اینجا. بله، برای حقوق و سر مشکلات و سر موانع کار اینجا ما بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. یه نمونه دیگه از همین دست نمونه ها اعتراضات کارگران پیمانی سیمان سپاهانه. این کارگران توی روزای 19 و 20 مهر دست به اعتراض زدن و بعد کارفرما شکایت میکنه. شکایت میکنن 6 تا از کارگرها، که این 6 تا کارگر تحریک کننده اعتراض کارگران بودن. و بعد جالب، کارشناسان رسمی دادگستری توی گزارشی به رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان مبارکه مینویسه که این اعتراضات خود به خودی بوده، کسی تحریک نکرده. اما مسئله چیه؟ چرا کارگران اعتراض کردن؟ خب معلومه کارگران خواستاشون رو میخوان، دستمزدهای موبقهشون رو میخوان و به خاطر حق و حقوقشون اعتراض کردن. خود کارشناس رسمی دادگستری میگه که بر اثر مشکلات معیشتی و احساس تبعیضی که بین خودشون و کارکنان رسمی شرکت سیمان سپاهان داشتن اعتراض صورت گرفته. و میدونید که این اعتراضات کارگران به خاطر این بوده که میخواستن قرارداداشون رسمی بشه.
و علیه تبعیض همون کاری رو که یک کارگر رسمی انجام میده کارگر قراردادی انجام میده ولی با دستمزد چند بار کمتر. خب کارگر میگه من میخوام استخدام رسمی بشم، سالها کار کرده با استخدام قراردادی همون کار رو از گرده کارگر میکشن ولی بهش حقوق نمیدن. اعتراض این کارگرها این بوده، کارفرما شکایت میکنه 6 تا کارگر رو به عنوان اینکه اینا اعتصابشون خسارت زده به من، من ضرر کردم. و باز پر روی کارفرما رو میبینید و خود وزارت دادگستری جمهوری اسلامی رو میبینید، نمیگه حق این کارگره که اعتصاب کرده، میگه خود به خودی بوده، کسی تحریک نکرده. نباید اجازه بدیم که اینجوری با ما کارگران برخورد بکنن. و زنده باد به کارگران سیمان سپاهان که وایستادن از حقوقشون دفاع میکنن. کارگران نبرد لوله صفا همین اتفاق افتاده، بیش از 1000 کارگر اعتصاب کردن، 35 روز اعتراض کردن برای اینکه 5 ماه حقوقشون عقب افتاده بود، 17 ماه حق بیمهشون پرداخت نشده بود، دفترچه های بیمهشون رو تمدید نمیکردن. اومدن شاپور استانیلاد که مشاور کارگرانه و کارگران رو تو مجمع عمومیشو انتخاب کردن، دستگیر کردن به عنوان کسی که محرک اعتصاب بوده. چه کسی کارگران رو اگر اسمش بذاری محرک باعث شده کارگران دست به اعتصاب بزنن؟ نپرداختن دستمزدا یا کارگری که میاد دلسوزانه میگه ما باید حقمون رو بگیریم؟ اینم یه نمونه شه. برمیداری شما میدی کارگر 5 ماه حقوقشو نگرفته، 16 ماه 17 ماه حق بیمهشو نپرداختن، دفترچه های بیمهشو نمیتونه تمدید کنه، وقتی اعتصاب میکنه کارفرما شکایت میکنه. این یعنی حق اعتصاب نداری، این یعنی برده هستی، این یعنی حق تجمع نداری. و کارگران نورد لوله صفا در مقابل ایستادن و انقدر اعتراضشون رو ادامه دادن تا شرایط خودشون رو برای ختم اعتصابشون تحمیل کردن. گفته بودن یک ماه حقوقمون رو بریزید با حقوق ماه بعدی میشه 2 ماه، حق بیمه ما رو بپردازید تا اینکه تازه برگردیم سر کار و بعد بقیه طلبامون رو بهمون بدید. با یک برنامه زمان بندی شده و اگه ندید اعتصاب ما ادامه میدیم. اونچنان پافشاری کردن کارفرما مجبور شد شرط کارگران رو اجرا کنه تا برگردن سر کار. چه چیزی باعث شده که این کارگران بتونن با این قدرت بیستن؟ مجمع عمومی بزرگشون هر جایی که با زورگویی کارفرما رو برو میشن فوری میگن ما مجمع عمومی بزرگمون تشکیل میدیم، یعنی همه با همدیگه همه 1000 نفر جمع میشیم تصمیم میگیریم به ادامه اعتراض. و اینو تحمیل کردند و همین الان قدمی که پیش روی این کارگرانه ادامه این اعتراضات برای آزادی نمایندشون از زندانه. و همین کارگران اتفاقا بعد از دستگیری شاپور استانیلاد مجمع عمومی تشکیل دادن و گفتن که اون نماینده ماست، مشاور ماست، منتخب ماست، محبوب ماست و باید آزاد بشه. این روش کار ماست، این اتفاقیه که ما انتظار داریم. و نمونه هاش همونطور که دارم در مورد صحبت میکنم زیاده. ما باید خواهان حق تجمع، حق اعتصاب، حق بیان، حق تشکل به عنوان پایه‌ترین حقوق خودمون بدون قید شرط باشیم. ما باید این حقوقمون رو با اعتراضاتمون تحمیل بکنیم. نگید که نمیذارن. معلومه شما اگر منتظر اجازه اونا بشین نمیذارن، ولی کارگری که 11 ماه دستمزدش نگرفته مجبور تجمع کنه و اعتراض کنه. کارگری که دستمزدش 712,000 تومانه و باید کلی هزینه مسکن بده و هزینه درمان بده و هزینه تحصیل بچه‌شو بده و زندگیشو نمیتونه بچرخونه،
مجبوره اعتراض کنه بگه با حقوق من اضافه بشه. کارگری که هر روز تو محیط کارش میبینه که یکی از همکاران خودش رو از دست میده و محیط کارش ناامنه، باید اعتراض کنه، مجبوره. راه یعنی اعتصاب، تجمع، راه باقی ماندن و بقایه و هیچ راه دیگه در مقابل اون وجود نداره و جامعه داره اینجوری میچرخه. و الان میبینه دولت به خصوص بعد از مذاکرات رفتن جام زهر نوشیدن و رفتن پای مذاکرات با غرب و آمریکا، خب همه تلاشش اینه که اقتصاد رو شکوفا کنه و برای شکوفا کردن اقتصاد میخواد بار بحران و بار این وضعیت اقتصاد داغون خودش رو سر ما مردم خراب کنه. و همده از اون طرف گرونی رو تحمیل میکنه، از اون طرف بنزین گرون میشه، میشه 1000 تومان، از اون بر لیتیش، از اون بر نون گرون میشه، از اون بر هم دستمزد 712,000 تومان تحمیل میشه، از اون طرف هم تو محیط های کار دست کارفرمایان رو باز میذارن برای اینکه هرچه بیشتر زور بگن به کارگر. نمونهش اصلوی است، همونطور که گفتم قراردادهایی رو با کارگران میبندن که اگر کارگر اعتراض کنه کارفرما حق داره دستمزدش رو نده و بیرونش کنه. این موضوعی که باید همه، نه فقط کارگران اصلویه، باید همه کارگران همه جا بگن که ما به این قراردادهای بردگی تن نمیدیم و اعتراض داریم. این باید هشداری باشه برای همه مردم، همه کارگران، همه معلمان و همه پرستاران. و از اون طرف هم معلم ها از سال 81 تا الان شما نگاه کنید، سال هاست معلم ها مرتب هر از چنگایی تجمع میکنن، اعتراضات سراسری به راه میندازن، خواستاشون رو پیگیر میشن. و الان بعد از اوج اعتراضات سال 85 معلم ها خودشون به خاطر دارن و الان دور جدید از این اعتراضات شکل گرفته. و مهمه که از دل این اعتراضات معلمان متشکل‌تر، سازمان یافته‌تر بیان جلو و اجازه ندن که دوباره اونا رو عقب بزنن، اجازه ندن که دوباره سر بدونن، اجازه ندن که اونا رو باز دوباره وعده بهشون بدن و حق و حقوقشون رو بخوان. و خوشبختانه الان میبینید که معلمان با چنان آگاهی اومدن جلو که توجه جامعه رو به خودشون جلب کردن و یه بخش محبوبی هستن که مرتبطن با خانواده های وسیع تو این جامعه، برای که بچه های ما زیر دست این معلمان دارن آموزش میبینن. یعنی مربوط مسئله به همه خانواده ها، به همه مردم. همین الان معلم ها دارن باز در مورد گام های بعدی اعتراضشون گفتمان دارن، صحبت میکنن. بس بحث اینه که نمیدونم امتحانات رو تحریم کنن، یا بحث بحث اینه که اعتراضشون رو برای اول مهر دوباره به چه شکلی پیش ببرن، بس بحث اینه که تا سال تموم نشده تو همین خرداد ماه دوباره تجمع دیگه ای رو سراسری برگزار کنن و دارن دنبال راه میگردن. و مهم هستش و اینها، این اعتراضات بستری هستش برای تحمیل حق اعتصاب، حق تشکل، حق تجمع. دوستان خط تلفن باز هست و همونطور که دوستانی دیگه اومدن، یکی دو تماس اومدن صحبت کردن، بیاید شما هم از اخبار اعتراضتون بگید، هم تو این بحث مهم شرکت کنید. به نظر شما حق اعتصاب یعنی چی؟ چطور شما میتونید حق رو به دست بیارید؟ من توضیح دادم. به نظر شما چطور میشه این حقوق پایه‌ای رو تحمیل کرد؟ مشکلات شما برای این چی هست؟ ما باید بریم به طرف اعتصابات سراسری کارگری،
ما باید بریم به طرف اعتصابات سراسری معلمان، ما باید بریم به طرف اعتصابات سراسری پرستاران، ما باید بریم به طرف اعتراضات سراسری کل جامعه. و به همین دلیل مهمه که در موردش گفتمان داشته باشیم، حرف بزنیم، مشکلات رو بررسی کنیم. نمونهش دوست ما از آبادان اومدن صحبت کردن و نمونه های از اعتراضات موفق رو من اینجا توضیح دادم که چطور کارگران با دفاع از نمایندگانشون، دفاع از همکارانشون تونستن اونا رو سر کار برگردونن، اونجایی که مبارزه کردن و ایستادن و مبارزه کردن. یه نمونه های دیگه رو باز اینجا میگم، مثلا تجمع اعتراضی کارگران مثل سرچشمه است. باز انتظار دارم دوستان ما از مثل سرچشمه بیان اینجا و صحبت کنن، اخبارشون رو بگن، از تجمعاتشون بگن. میبینید که مرتبا مثلا همین الان تو آخرین خبر تو 19 خرداد این کارگران تو بخش‌های مختلف معدن، از بخش‌های مختلف معدن جمع شدن و به نمایندگی از کل همکارانشون 200 نفر از این کارگران جمع شدن و مسئله‌شون اینه که میخوان استخدام بشن. کارگران قراردادی هستن که میخوان استخدام رسمی بشن، قراردادشون قرارداد رسمی بشه و حق و حقوقشون میخوام. مبارزه برای استخدام های رسمی یکی از موضوعات داغ اعتراض هست تو جامعه، به خاطر اینکه 90% استخدام ها قراردادی هست، موقت هست و همون بلایی رو سرشون میارن که نمونه شو توی اصلوی خدمتون عرض کردم. اتاق فرمان اینجا یه خبری رو برای من گذاشتن، خبر مسرت بخشی هست و خوشحالم که الان که داریم از حق تجمع و حق اعتصاب صحبت میکنیم این خبر رو اینجا به اطلاعاتون برسونم. خبر آزاد شدن شاپور احسانیراد و جعفر عظیمزاده از زندان هست. آزادی این عزیزان رو تبریک میگم به خانوادهشون، به اتحادیه آزاد کارگران ایران و به همگان. و خود این نشون میده که جایگاه مبارزات ما چی هستش. شاپور احسانیراد کی بود؟ کی هست؟ شاپور احسانیراد همینطور که داشتم توضیح میدادم مشاور کارگران نبرد لوله صفاس که 35 روز متحدانه ایستادن و حق حقوقشون رو طلب کردن. کارگر اخراجی نبرد لوله پروفیل صابه است و نماینده اون کارگران هستش و یکی از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضا بر سر خواست افزایش دستمزد هاست و یکی از نمایندگان 1,000 کارگری که اعتراض کردن تومار دادن در رابطه با دزدی های تامین اجتماعی. جعفر عظیمزاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، اون هم باز یکی از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضا بر سر خواست افزایش دستمزد و باز یکی از همون نمایندگان 1,000 کارگر در اعتراض به دزدی های تامین اجتماعی، نماینده کارگران زاگرس قروه و اینا این شخصیت ها هستن. و جعفر عظیمزاده کسیه که کارگران پرویز سنندج طی بیانیه حمایت خودشون رو ازش اعلام میکنن و میگن که ما حمایت خودمون از جعفر عظیمزاده اعلام میکنیم و اون کسیه که همیشه کنار ما بوده و اگر بیشتر جعفر عظیمزاده رو تو زندان نگه میداشتن بدونید که از زاگرس قربو ده ها مرکز دیگه ما شاهد نامه های مشابهی بودیم در حمایت از اون.
برای اینکه اون این عزیزان همواره در کنار کارگران مختلف از کارخانجات مختلف بودن تو اعتراضاتشون و این خبر مسرت بخش در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران اومده و همینجا جا داره که دوستان بگم که به این سایت سر بزنید و اونجا جایی که میبینید اینها فقط یه سایت خبری نیستن، یه تشکل کارگری هستن که نمایندگی میکنه حق و حقوق کارگران رو برای خواست افزایش دستمزد و برای خواستهای دیگه و مبتکر به راه انداختن جنبشی هستن برای افزایش دستمزد که تجمعشون رو در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمعی که به ابتکار اینها فراخوان داده شده بود و کارگران معلمان بازنشستن به اون تجمع پیوستن با شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست رو همه شما به یاد دارید و تو اخبار همین تلویزیون شنیدید. به هر حال خبر شادی بخش است. وقتی که شاپور احسانی را دستگیر شد، کارگران نبرد لوله صفا مجمع عمومی تشکیل دادن. بیش از 1000 کارگر به گفته اون نماینده ماست. به همین طریق ما میتونیم کارگران زندانی از زندان آزاد کنیم، دفاع کنیم ازشون و بگیم اینا نمایندگان ما هستن. بهنام ابراهیم زاده بگیم نماینده ماست. بهنام ابراهیم زاده یکی از فعالین کارگری که الان در زندان هست و از سال 88 در زندانه و جرمش دفاع از حقوق کودک، دفاع از حقوق کارگر هست و اخیراً دوباره اونو به انفرادی بردن به خاطر بیانیه داده علیه اعدام ها. زنده باد بهنام ابراهیم زاده. پرچم مبارزه علیه اعدام رو تو زندان بلند کرده و مهمه که دوستان بگن که بهنام ابراهیم زاده رو حمایت میکنیم و بیا تو همین برنامه حمایت خودتون اعلام کنیم. دفاع از کارگران زندانی دفاع از حق تشکله. دفاع از کارگران زندانی دفاع از حق تجمع، دفاع از حق تشکل، دفاع از حق بیان، دفاع از حق حقوق مونه، دفاع از زندانی سیاسی، دفاع از حق بیان، دفاع از وسیع‌ترین آزادی هاست و جمهوری اسلامی زندان رو مثل ابزار گرفته برای عقب زدن جامعه و ما باید این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیریم با دفاع و پشتیبانیمون، حمایتمون از اینها. همون کاری بکنیم که کارگران پرویز سنندش کردن، بیانیه بدیم، حمایت کنیم آشکارا و امضای خودمون، مثل کارگران نورد لوله صفا بیانیه بدیم، از رهبران کارگری دفاع کنیم، حمایت کنیم و این مهم هستش. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. اینجا میشناسی خانم دانشور؟ صحبت کنید. من کسی هستم که با تون تماس میگرفتم، منو بازداشت کردم، 5 تا رفت تعزیری بهم دادم به خاطر صحبت با شما. اگه یادتون باشه گفتم اطلاعات دنبال منه. بله. یادتون میاد؟ بله. به هر حال صحبت بکنید، تو بحث شرکت کنید، بعدا جدا با هم صحبت. من این دوران گذراندم، یک ماه تو اطلاعات بودم، یک چند ماه تو زندان بودم. عرضم بزرگ شما به نام به صدا رابطه با شما زندان رفتم، ولی الان مسائلی دارم نمیتونم تحمل کنم. با اینکه تعهدم دادم که دیگه با شما صحبت نکنم، متوجهی؟ بله. ولی میخوام با تون صحبت کنم چون نمیتونم وجدانی دارم که نمیتونم بی‌تفاوت باشم نسبت به مسائل سرمایه‌داری. سرمایه‌داری در کشور ما بیداد میکنه. سرمایه‌داری استخون ما رو خورد کرده. سرمایه‌داری ما رو به ذلت کشونده. سرمایه‌داری ما رو نابود کرده. و یه چیزی رو میخوام بگم. خواهش میکنم اجازه بده، وقتتونم گرفتم، اجازه بده من این صحبت بکنم. بفرمایید صحبت کنید. رژیم شاهنشاهی از 3 جزء تشکیل شده بود. یک، اول سرمایه داران، درباریان، خود شاه، وکی و تشکیلات شاهنشاهی.
دوم نظامیان. اگه یادتون باشه شاه رو ما ساقط کردیم، نظامیان رو ساقط کردیم، ولی زمانی که رسیدیم به نیروهای مذهبی که وابسته به رژیم شاهنشاهی بودن به دلیل حمایت توده ها بر اثر ناآگاهی اینا مسلط شدن بر انقلاب. الان من وقتی میبینم آمریکایی ها و بی بی سی لگن فراماسونر ها میان میشینن و تحلیل میکنن که رژیم جمهوری اسلامی رو مرتبط میکنن با انقلاب 57، واقعا برای من افسردگی به وجود میاره. مذهب جزئی در ایران جزئی از نظام شاهنشاهی بوده، اینو در تحلیلاتون فراموش نکنید، اینو در تحلیلاتون بیارید و اینو در تحلیلاتون به کار ببرید. رژیم شاهنشاهی جزئی سگانه ای از اجزای رژیم شاهنشاهی بود برای تداوم سلطه توتالیتر. رژیم های مستبد، رژیم های فاشیستی، رژیم هایی که استخون نیروهای انقلابی رو شکندن و کشور رو به اینجا کشوندن که الان ما میبینیم نه سندیکا داریم، نه تشکل کارگری داریم و نه هیچ گونه آزادی های فردی و اجتماعی داریم. ما یه آدم هایی هستیم مکانیکی که فقط صبح تا شب باید بریم بردگی کنیم برای بچه پوردارهای تازه به دوران رسیده نوکیزه، و اینم رژیم شاهنشاهی خیانتی بود که با ما کرد، پشت کرد. یعنی در گوادالوپ اینا اومدن گفتن که چی؟ رژیم شاهنشاهی یه رژیم فاسد کثیفیه که دیگه مردم قبولش ندارن، ثابتش کنیم. بعد رژیم نظامیان رو کار آوردن، دیدن رژیم نظامیان هم کار بهشون نمیده، رژیم به صرف اجزای نیروهای مذهبی مثل فلسفی یادتون میاد که فلسفی اجازه بدید اجازه بدید حالا من چون وقت کمی داریم من یه نکته بگم. اولا به شما خوش آمد میگم، به شما درود میگم، من شما رو به جا میارم ولی گفتم بذارید صحبت کنید. صحبت های گرم شما رو همیشه شنیدم و تو ذهنم هست، خوشحالم. و این همون چیزی که من تو این برنامه گفتم، جمهوری اسلامی دستگیر میکنه میگه تماس نگیرید و شما میگید من ناچارم برای اینکه سرمایه‌داری استخوان ما رو خورد کرده. فردا میاد سراغم خانم دانشور. بله. من اینو میدونم، فردا میاد سراغم، ولی وجدان من اجازه نمیده رژیم سرمایه‌داری رو بپذیرم. بله. ببینید من صحبت میکنم. بله. باید من داد بزنم یا من رژیم رو باید رژیم سرمایه‌داری رو باید در ایران ساقط کنم. بله. من مخالفتم با رژیم سرمایه‌داریه. بله. من با امپریالیسم مخالفم. من با تراستا و کارتل ها مخالفم. نمیدونم چجوری بگم. درود به شما. من قطع میکنم، صحبت میکنم، بعدا باز تو فرصتی بر که صحبت کنیم. متشکرم، تشکر میکنم از شما دوست عزیز. بله من با سرمایه داری مخالفم، نمیتونم. و شما بدونید که شما تنها نیستید، خیلی تماس میگیرن با ما، این تلویزیون صداش توی خونه های زیادی هست و نمیتونه جمهوری اسلامی همه اینا رو دستگیر بکنه. اینم بخشی از همون مسئله. میگن ماهواره ها 90% مردم ماهواره دارن و این 90% بخش زیادشون من میتونم با جرئت بگم که پای این برنامه ها هستن و جمهوری اسلامی نمیتونه غلط بکنه. خیلی از اینا تماس میگیرن با ما صحبت میکنن و با من صحبت میکنن، با من کسی که تو خط تماس هستن، میان تو برنامه های مستقیم ما صحبت میکنن، میان میخوان با مینا احدی تماس بگیرن، میخوان با کیوان جاوید تماس بگیرن، میخوان با کسانی که اینجا نشستن رو به جامعه داره حرف بزنن صحبت میکنن. چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ و این صدایی که بلند شد صدای شما تنها نیست دوست عزیز. این جامعه نفسش بریده در دست سرمایه‌داری و از دست این تبخش و این بی‌حقوقی. اجازه نمیده اون کارفرمایان اصل و یه قرارداد عصر بردگی رو با کارگر ببندن.
کارفرمایان اصلویه بدونن که کارگران اصلویه جوابشونو میدن، بدونن که فاز 15 و 16 اصلویه مرکز پر جنب جوش اعتراضی در این منطقه آزاد اقتصادی، آزاد اقتصادی برای یک سرمایه‌داران توجه داشته باشه، نه برای کارگرا. یعنی منطقه بردگی مطلق برای کارگرا بوده. تو اون منطقه اینا اعتراضات بسیار باشکوهی داشتن، تجمع داشتن، اعتراض داشتن، حق حقوقشون رو خواستن، دستمزدشون رو خواستن و جنگیدن. و حالا تو این شرایط که دولت تحت عنوان مذاکره با قلب آمریکا و شکوفایی اقتصاد و شکوفایی اقتصادم برای سرمایه‌داران محترم داره طرح‌های ریاضت اقتصادیشو قدم به قدم پیاده میکنه، از جمله اینجوری به کارفرمایان میدون داده که با کارگر اینجوری رفتار کنن، از جمله این وضعیه که سر معلم آوردن، سر پرستار آوردن، سر بازنشسته آوردن، سر کل جامعه آوردن. کانال جدید بفرمایید. الو، خانم دانشور. بله، سلام، بفرمایید. ما تعدادی از کارگرای ایرانی هستیم که کار میکنیم، ولی میدونیم چرا شما انقدر تو مسائل ما دخالت. بله، به هر حال صداشون نمیدونم خط شد چی شد. به هر حال خواستم بگم که این وضعیت است. ببینید وضع معلمانو، ببینید وضع پرستارانو، ببینید وضع بازنشستگانو. بازنشسته 30 سال کار میکنه، نمیدونم 60 و چند سال عمرش میشه و بعد تمام سلامتیش را دست میده، اونم تو محیطای ناامن و محیطایی که داغون میکنه وجود کارگرها رو، و بعدم باز باید برای دستمزدش جاده ببنده و میبینید که بازم باید برای حق حقوقش بجنگه. این وضعیت که تو این جامعه است. بنابراین اتاق فرمان تلفن مثل اینکه قطع نمیشه و بعدم من صدا برای منم قطع وصل میشه، مشکلی داره. همین الان خط وصله ولی در این حال صدا نمیاد. بله، مثل اینکه ببخشید تلفن مشکلی داره. برای همینه که این بحث رو گذاشتیم. همین تعداد دوستانی که تا الان اومدن صحبت کردن، هر کدوم ببینید. کانال جدید بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، بله، اتاق فرمان 2-3 تا صدای همزمان رو خط تلفن هست، قطع نیست، اینجا صدا پخش میشه. بله، همین صحبت هایی که دوستمون کردن خیلی تکان دهنده بود و این صحبت ها همه داره راه نشون میده. اعتراضاتی که خود شما کارگران، خود شما معلمان، خود شما جامعه دارید به پیش میبرید، خود این راهکارها رو داره نشون میده و ما تلاش میکنیم که اینجا این بحثا رو بکنیم، این تجربیات رو منتقل کنیم و سر راهکارها صحبت کنیم برای اینکه به یک اجماعی برسیم تو بحثمون. بله، با پوزش مشکلی هست تو تلفن، یه چند لحظه برنامه رو قطع میکنیم ولی پراکنده نشید، پای برنامه باشید، بحثمون رو ادامه خواهیم داد، برنامه‌مون رو ادامه خواهیم داد. خیلی تشکر میکنم.
با پوزش از مشکلی که در برنامه پیش اومد خط تلفن باز است، امیدوارم اون مشکل رفع شده باشه و خلاصه مقدار تلفن ها خط رو هم دیگه می افتاد و به همین دلیل مشکلی پیش وجود داشت. در حال دوستان زنگ بزنید تو این بحث صحبت شرکت کنید، تو همینجا میبینید که چقدر مهم هست. فقط بحث بر سر مبارزات کارگری نیست، بحث بر سر حقوق پایه یه جامعه است که میخواد نفس بکشه، بحث بر سر حقوق پایه یه جامعه که میخواد حق اعتصاب داشته باشه، حق تشکل داشته باشه، حق تجمع داشته باشه، آزادی بدون قید شرط سیاسی داشته باشه، حق بیان داشته باشه، بتونه ابراز نظر کنه، شخصیت انسان‌ها، انسانیت انسان‌ها، حرمت انسان‌ها به انسان‌ها برگردونده بشه. جامعه‌ای که در اون حق اعتصاب وجود نداره یعنی برده‌ای. جامعه‌ای که در اون حق تجمع نداری باید به وزارت کشور بدی، حالا وزارت کشور یه مش آخوند دزد و میلیاردر و سرمایه‌دار جنایتکار بشینن تصمیم بگیرن که آیا تو میتونی تصمیم بگیری اجتماع کنی، اعتراض کنی یا نه. خب این بردگیه، این بی‌حرمتی به انسانه. و جامعه ای که نمیتونه اگه حرف بزنید میبینید زندانی میکنه به عنوان اغتشاشگر و نمیدونم به عنوان محارب با خدا و به عنوان به عناوین مختلف. جامعه ای که درش نتونه اون لباسی که میخوای بپوشی، اون شکل زندگی که میخوای داشته باشی اونو داشته باشی، زیر تعرض قرار میگیری، بردگیه. و بس بر سره آزادی های وسیع اجتماعی، بس مسئله آزادی بدون قید شرط سیاسیه. و تو اینا به عنوان دو مسئله مهم حق تشکل و حق اعتصابه. توی جامعه سرمایه‌داری بالاخره کارگر ناگزیر نیرو کارشو بفروشه تا زندگیشو اداره کنه، تا معاش داشته باشه. و رابطه سرمایه‌دار با کارگر بالاخره بر اساس اینه که یه حقوقی رو کارگر بتونه داشته باشه، وگرنه اگه نداشته باشه خب سرمایه‌دار همیشه در تلاشه که بیشترین سود رو به جیب بزنه و بیشترین کار از گرده کارگر بکشه. همیشه در تلاش اینه که دستمزد کمتر به کارگر بده برای اینکه سود بیشتری نصیب خودش بشه. برمی‌دارید شما می‌بینید کالاها تو جامعه مرتبا افزایش پیدا میکنه ولی دستمزد تکون نمیخوره. بخاطر پول کالاها، سود کالاها به جیب سرمایه‌دارا میره، ولی اگه دستمزد اضافه بشه از جیب سرمایه‌دار کم میشه. رابطه معکوس داره با هم دیگه. برای همینه که وقتی که صحبت از افزایش دستمزد کارگر میشه میگن تورم میشه، میگن گرانی میشه. ولی وقتی که صحبت از افزایش قیمت بنزین میشه دیگه حرفی نیست، بنزین باید گران بشود، چون دولت برنامه تر هدفمند کردن ها رو داره، هدفمند کردن یارانه هاشو داره، برای اینکه میخواد بار اقتصادشو به گردن مردم بندازه. برای اینه، برای اینکه خب یه توی جامعه ای به خاطر اینکه اینا پولای کلونتری به جیب بزنن، استثمار بیشتری کنن، سود بیشتری به جیب بزنن، خب با سرکوب کنن. باید شما حق تشکل نداشته باشه که از حق دفاع کنی، باید شما حق تجمع نداشته باشه که از حق دفاع کنی، باید شما حق اعتصاب نداشته باشه که از حق دفاع کنی و خواستاتو بیان کنی، تا اینا بتونن بیشتر از سفره شما پول بدوزدن، بیشتر شما رو زندگیتون رو نابود کنن و خودشون پولای کلون به جیب بزنن. این منطق جامعه سرمایه داری، منطق این جوامع است. ولی خب یه جاهایی مثل کشورهای اروپا کارگران، مردم با مبارزاتشون حقوق رو تحمیل کردن، تا یه سطحی حق تشکل دارن، تا یه سطحی حق اعتصاب دارن، تا یه سطحی حق بیان، آزادی بیان دارن. کانال جدید بفرمایید. متشکرم، بفرمایید. ما تعدادی کارگر هستیم که پول روی هم گذاشتیم، میخوام
رو شما با هم دیگه در نظر بگیرید. ببینید چقدر برای اینکه این استثمار، این بردگی، این توخش رو تحمیل بکنن و این سود کلون رو به جیب بزنن، خب باید دستگاه سرکوبشون رو حد دادی کنن، باید زندانهاشون رو زیاد کنن، باید جلوی آزادی بیان جامعه رو بگیرن، باید خفقان ایجاد کنن، باید جلوی متشکل شدن ما رو بگیرن، باید جلوی تجمع کردن ما رو بگیرن. نکته اینجاست که ما کانال جدید بفرمایید. با سلام عرض ادب احترام خدمت شما خانم دانشور نادر هستم از شهر. بله سلام به شما نادر عزیز، حال شما خوبه؟ بفرمایید. تشکر. ببخشید این خود مشغولیات کاریمون زیاده که. بله دوست عزیزمون نادر از شهر ری قطع شدن، امیدوارم که دوباره زنگ بزنن و بیان صحبت کنن. مشتاقانه منتظرم که اظهار نظرشون در مورد این بحث مهم بشنوم. دوست ما تو برنامه‌های مختلف اومدن صحبت کردن، برحال داشتن از مشغله ها و گرفتاری های کاریشون میگفتن. دقیقا اینجوره، فشار کار اونقدر بالاست که خیلی از دوستان حتی فرصت ندارن که بشینن پای برنامه و بعد بازپخش این برنامه رو تو روز بعد میبینن. خیلی از دوستان تو مناطق کار میکنن که به تلویزیون اصلا دسترسی ندارن، خیلی از این امکانات دسترسی ندارن و به قول یکی از دوستان میگفتش که من ماهی یه بار برمیگردم خونه و اون وقت تلویزیون شما رو میبینم و اون وقت میتونم با شما در تماس باشم، میتونم بحثا رو بشنوم. واقعیه مشکلی که صحبت کردن. به همین دلیل یک کاری که شما که بینندگان این تلویزیون هستید و علاقمند به این برنامه هستید، یکی از کارهای مهم پخش این برنامه ها و این گفتمان هاست. شما این موزل و این کمبود رو جبران کنید. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام بفرمایید. متشکرم، لطف دارید بفرمایید صحبت کنید. می‌خواستم بگم که ما اگر خواسته باشیم که از این جمهوری اسلامی را دل بکنیم، باید با شما تلاشت بشیم. خب به قول خودم که بیمای تدیر خانم امباتنا لقیل اگر بدونی که زندگی ما را جوری تعمی کنیم که دران از این دل بکنیم، بدونی با شما تلاشت بشیم. خاطر دیم حالا که زنگ بزنیم هزینه کنیم درد مزفتش بکنه که این چیزی رو حل نمیده با هر گروه. بله صداتون مشخص و واضح نیستش. به هر حال اگر شما میخوای زندگیتون تغییر کنه، بهبودی پیدا کنه، باید براش مبارزه کنید. کار این تلویزیون اینه که این اعتراض رو سازمان بدیم با همدیگه. کار این تلویزیون اینه که بتونیم افق روشنی بذاریم جلو خودمون که به کدوم راه میریم، به کدوم سمت میریم، چیکار باید بکنیم برای اینکه از این وضعیت، از این فقر و فلاکت رها بشیم. کانال جدید بفرمایید. با درود رفیق شاله، خسته نباشید. در رابطه با تشکل اعتصاب واقعا در ایران ممنوع شده، یعنی من اگه از طریق یعنی از لحاظ تاریخی هم بهش نگاه کنیم، هیچ کدوم از این حکومت ها، نه در دوران حکومت شاهنشاهی، نه در حکومت نگریس جمهوری اسلامی، واقعا هیچ تشکل یا اعتصاب که حق اولیه انسان هستش وجود نداشته. در قانونی که سیستم شریعتی یا سیستم اسلامی هستش و هیچ حقوقی برای انسانیت وجود نداره، ما نباید از جمهوری اسلامی توقع داشته باشیم که تشکل یا اعتصاب وجود داشته باشه. راه نجات از این نابسامانی واقعا مبارزه با این رژیم و همه باید دست به دست هم دیگر این نظامو از پا در بیاریم. من فکر نمی کنم هیچ تشکل مدنی یا اجتماعی یا حتی کارگری در ایران تشکیل بشه. مردم واقعا قربانی این
سیستم هستن. رژیم جمهوری اسلامی سال از هنگامی که سر کار اومد در شهر معباد متاسفانه 59 نفر که این روزا سال روز این دوران هستش بدون هیچ تاوانی بدون هیچ محاکمه اعدام شدن. چند روز قبل هم مردم تشکر اعتصاب کردن ولی متاسفانه در شهر معباد ریختن و نزدیک به 300 نفر رو بدون هیچ توانی گرفتن در زندان انداختن. من فکر میکنم بله من تشکر با اجازه این اعتصابات کارگری بله من دوستان رو خط هستن بله درست میگید خیلی ممنون متشکرم گفتن اعتصاب و تشکر باید همگانی بشه درسته و به هر حال مهابات تو یک دو ماه اخیر اعتراضات بسیاری رو ما شاهد بودیم. یکی از اعتراضات در اعتراض به خشونت علیه زنان و اتفاق بود که در مشهر اتفاق افتاد. کانال جدید بفرمایید. الو سلام عرض می‌کنم خانم دانشمند نادر هستم صدام قطع شد. بله نادر عزیز خیلی مشتاقم صحبت‌های شما رو بشنوم. خبر فوری مهم می‌خواستم بگم و بعد طرف دعوت کنم. بله بفرمایید. 19 خرداد روزنامه ایران نوشت منتظر حضور خونین امت حزب الله در 29 خرداد سال 94 در ورزشگاه 12000 نفری آزادی هستیم. این جملات آغازین اطلاعیه پیچیده است که به صورت گسترده در تهران در ویژه مناطق جنوبی و مرکزی در حال توزیع تهیه کنندگان مذهب و سایخان خود را در مقابله و رویارویی با حضور زنان در ورزشگاه و نهی از منکر مسئولین وزارت ورزش اعلام کردند. خانم دانشمند اولا که 29 خرداد روزی که گویا مسابقه والیبال بین ایران و آمریکاست دوما کار نداریم که روزنامه های جناهای مختلف ایران نسبت به هم دیگه چه واکنشی نشون میدن. چیزی که مسلمه جمهوری اسلامی با شعار زن ستیزی توی این جامعه شدیداً برنامه‌ریزی کردن که به هر نحوی که میتونن جلوی حضور زنان رو تو ورزشگاه و هم تو خیلی از عرصه‌های جامعه بگیرن. فعلا باید ببینیم روز 29 خرداد چه اتفاقی میفته. امیدوارم که خبرهای خوبی رو از جنبش زنان آزادیخواه تو ایران بشنوید. مرسی از برنامه خوبتون سربلند باشید. متشکرم خیلی ممنون. بله میبینید که چطور دار دست های حکومتی به جون همدیگه افتادن در مقابل مردم معترض. جنبش رهایی زن، اعتراضات زنان برای اینکه ورزشگاه هم حق مسلم ماست و تحمیل این حق به دولت، خود این باعث دعواها و شکافایی در درون حکومت شده و نادر عزیز اینجا اومدن خبرش دادن. معلومه که 29 خرداد خب روزی خواهد بود که روز تجمع اعتراض ما خواهد بود و همینجا فراخوان ما اینه که در این روزا در روزی که در ورزشگاه ها رو زنان به روی خودشون دارن باز میکنن، مردم این جامعه دارن در ورزشگاه ها رو باز میکنن به روی زن و مرد و یک قدم جمهوری اسلامی رو میخوان عقب بزنن، باید اونجا وسیع ترین تجمع اعتراض رو کردش و این یکی از دستاوردهای جنبش رهایی زن و یکی از دستاوردهای ما مردمی که جمهوری اسلامی اینجور عقب زدیم. این اولین دفعه شون نیست اینا راهپیمایی میکنن، خیلی جالبه راهپیمایی میکنن علیه بدحجابی. اینقدر به موضع ضعف افتادن، 26 دستگاه سرکوب سازمان دادن، 50 تا رسانه سازمان دادن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، وقت شروع میکنن به راهپیمایی کردن علیه بدحجابی. الانم راهپیمایی میکنن یا تجمع میخوان بکنن همه اینا. کانال جدید بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام به شما بفرمایید. بری خانم دانشور خانم این پیتوهی که هست حق مسلم ماست با خوب ازامه داد و فراهن صورت، ولی باور کنید مسئله اصلی که مردم میدونی چیزی فکر کنن، یعنی این چیزا خیلی اینا رو جذب میکنه. خب اینا فرصتی گیر بیاره اتصاب میکنن، میدیدن تو خیابون، میدیدن فرانکار انجام میدن، ولی مسئله اینه که مردم دنباله بیشتر یک مسائلی هستن که بتونه مستقیم خود حکومت یک باره تحت شعا قرار بده و یک باره این زیر ضرب قرار بده، نه اینکه مثلا بگم لطف خیلی ازون فکر میکنه خب ما الان بیان اتصال هم بکنیم مثلا
اگر یک جنبش بسیط تو خیابون میشه اتصاب بکنم، اتصاب اون میشه چیز سنفی دیگه، یعنی باریه نداره که بقیه دیگر رو بخواد باید صحبت بکنه. و همون مثلا حتی در مقابل نخست وزیر جنایتکاری که یه صحبتی میشه که مثلا این آزاد بشه فلان، مردم بیشتر با کارش نشون میدن تا بقیه بگی آقا تو اتصابه و اینجوری بیا کارگاه بیا اتصاب بکن بیا مثلا برای اتصاب درست مزاگه همه اینا درستی. ولی مسئله ایران خیلی جلوتر از این حرف هست. مسئله ایران که همون کارگران میگن آقا تو باید یک جنبش وسیع تو خیابون آنچنان حالا باری به هر جهت از هر طریقی نمیدونن چجوریه، اصلا نمیدونن چجوری، ولی ایجاد بشه مثل سال 57 شهید اون نظیر اون که از اون بعد اعتراضات منطقی تبدیل میشه به اعتراضات. من توضیح میدم، متشکرم دوستان رو خط هستن. برنامه‌ها با این صورت خیلی نمیتونه طرفدار بگیره، اونجوری بیشتر طرفدار داره. بله متشکرم. من با شما موافق نیستم، برای اینکه با همین اعتصابات شما میگید صنفی، اولا هیچ چیز صنفی نیست. با همین اعتصابات پدر جمهوری اسلامی در میاد، با همین اعتصابات، با همین تجمعات توازن قوای جامعه عوض میشه و خیابونا باز میشه به روی مردم. نمیشه یک بار ریخ به خیابان بگرم بریزن، خب مردم پراکنده دوباره بر میگردن و باز دوباره شکل قبلی زندگیشون ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید سازمان پیدا کنن مردم دور خواستای مشترکی، دور برنامه های مشترکی. اینه که همین اعتصاب صنفی نیست که تموم بشه. میدونید همین اعتصابات چقدر فضای شهرها رو عوض میکنه؟ میدونید همین اعتصابات چقدر فشار میاره به جمهوری اسلامی؟ و میدونید همین اعتصابات چگونه راه رو باز میکنه برای گسترش اعتراضات وسیع‌تر و برای اینکه مردم دل جرأت پیدا کنن بیان تو خیابون؟ مردم همینجوری نمیان تو خیابون. اعتراضات و معلمان تو از همین اسفند ما تو الان نگاه کنید اتفاقات مهمی که تو این جامعه افتاده، چندین تجمع و پی در پی هزاران معلم با خواستاشو فضای جامعه رو عوض کرده. جلو مجلس شده محل تجمعات. و باور کنید که اگر این اتفاقا نمی افتاد جمهوری اسلامی جور دیگه برنامه های دیگه تو دستور داشت. جمهوری اسلامی با همین مردم، همین ما مردم جمهوری اسلامی رو وادار کردیم که جام زهر بنوشه. یعنی اونچنان فشار آورد به این رژیم که مجبور شد جام زهر بنوشه در مقابل ما مردم. به کمربنداش هم صفر کرد، اعدامش هم شدت داد، میخواست مردم عقب بزنه که مبادا مردم بیان حق و حقوقشون رو مطالبه کنن. ولی معلما، کارگرا، پرستارا، بازنشسته ها، تجمع پشت تجمع، اینا رو آچماز کرد، اینا رو زد، اینا رو زیر فشار گذاشته. همین نمونه خبری که دوست ما نادر دادن، گفتن که سر حجاب و سر مسئله شرکت زنان، حضور زنان تو استادیوم، حزب الله نیرو بسیج نیرو کرده داره میکنه. همین خبر نشون میده که چقدر اینا مستعصلن و چه فشاری روشون هستش. بنابراین دوست عزیز، ما وظیفمونه که بشینیم این گفتمانا رو را بندازیم و نشون بدیم قدرت مردم به خودشون و بگیم مهمه کارگران اصلویه. اگر شما جلوی این تعرض دولت رو بگیرید، اگر شما جلوی این تعرض کارفرمایان رو بگیرید، مهمه، اجازه ندید. و اگر اونا بتونن این قراردادها رو با شما ببندن، یعنی اینکه شما رو یه قدم عقب زدن، یعنی فضای اعتراض عقب زدن، یعنی کاری میکنن که کارگر جرأت نکنه اعتراض کنه. نباید اجازه بدیم. و ما مهمه که این موانع، این معضلات رو بیاریم اینجا جلوی چشم جامعه بذاریم. دوست عزیز، من شما خودتونم میگید نمیدونم چطوری، ولی بالاخره باید مردم بریزن بیرون. من میگم من میدونم چطوری. فرق شما، صحبت شما با صحبت من اینه. شما صحبتتون اینه که شما میخواید مردم بریزن بیرون، شما میخواید که مردم این حکومت رو سرنگون کنن، شما هم دارید میگید راه حل اینه، شما هم میگید که حرف مردم و قلب مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی داره ثانیه شماری میکنه. همه اینا، منم همین رو میگم. فرقش اینه که من دارم راه نشون میدم. من میگم سنگر به سنگر باید بریم این راه رو. همین جوری نمیشه فراخوان بدی مردم بریزن بیرون.
مردم هم اینجوری نمیریزن بیرون. خب سال 57 88 اتفاق افتاد، مردم ریختن بیرون، مردمی که سازمان ندارن و بعد برمیگردن خونه پراکندن. از سال 88 تا الان اتفاقاتی افتاده، مردم تو خواستاشون روشن‌تر شدن، مردم کلیت این حکومت رو نمیخوان و مردم خواستایی دارن و به صورت سازمان یافته تری مبارزات داره جلو میره. معلمان اومدن جلو، پرستارا اومدن جلو، بازنشسته ها اومدن جلو با خواستایی. یعنی جامعه طبقاتی تر، پولاریزه شده تر، با خواستای مشخص تر، متعین تر. اینا اتفاقات مهمیه، اینا باعث میشه که فردا نشه سوار سر مردم شد و مبارزات مردم رو به انحراف کشون. مردمی که میگن معیشت منزلت حق مسلم ماست، مردمی که میگن درمان رایگان حق مسلم ماست، مردمی که میگن تحصیل رایگان حق، معلمی که میگه تحصیل رایگان حق مسلم ماست، میگه خط فقر رو قبول نداریم، این رو نمیشه مبارزش به بیراه کشوند. سختتر میشه مبارزش به بیراه کشوند و بهتر میشه سازمانش داد با افق روشنی که ما مقابل خودمون میذاریم و میگیم باید این کار کرد برای اینکه از شر جمهوری اسلامی رها شد و این جامعه انسانی ساخت. کانال جدید بفرمایید. الو، سلام خانم دانشگر. سلام، بفرمایید. شما قبلا زنگ زدید، بنابراین من قطع میکنم با پوزش. بله، این آقا قبلا زنگ زده بودن و من قطع میکنم چون حرفی نداشتم برای گفتن و فقط وقت ما رو گرفتن. به هر حال مردم میخوام بگم که مکانیزم مبارزه، مکانیزم سازمانی مبارزه برای سرنگونی، باید کار ما متعین کردن مبارزات مردمه، کار ما گفتمان دادن به مبارزات مردمه. معلومه ایشون میگن این حرفا، بارها با خود من صحبت کردن که اینا چیز جدیدی نیست، مردم خودشون میدونن، مردم همین الان هم گفتن، مردم هر چیزی باشه فوری اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، معلومه. ولی همینه، ولی بحث من با شما متفاوت اینه، تفاوت بحث من با تفاوت بحث شما اینه که شما میگه اینا چیزه ما مینیست، مردم خودشون مبارزه میکنن، باید مردم وسیع بریزن تو خیابون تا یه کاری صورت بگیره. من میگم اتفاقا اینا چیزی هست، اتفاقا اینا مهمه. مبارزه کارگران نبرد لولی صفا مهمه، شهر ساوه رو تحت تاثیر قرار میده، نه فقط شهر ساوه، کل جنبش کارگری رو یک قدم جلو برده، به کارگرها داره راه نشون میده که میشه متشکل شد، میشه مجمع عمومی رو تشکیل بدی و اتفاقا برای اینکه بتونی مبارزت رو قوی جلو ببری راهش همینه که مجمع عمومی خودتو داشته باشی، راهش اینه که جمعی تصمیم بگیری، راهش اینه که متحد تصمیم بگیری. من میگم مبارزات اگر کارگران تو اصل و یه جلو این قرار دازه ها بیستن مهمه و یه تعرض دشمن رو عقب زدی و تضعیفش کردی، نیرو خودتو متحد کردی، اعتماد به نفس خودتو بالا بردی و خودتو برای مرحله بعدی مبارزه آماده کردی. من میگم مبارزات معلمان مهمه. شما تو صحبتون میگه بله اینا مهمه، اما باید مردم بریزن بیرون. اگه مهمه چقدر مهمه، جایگاهش چیه؟ مهمه به این معنا که جامعه قدرت خودشو میبینه، بگم نیروی اعتصاب خودش آگاه میشه. ببینید اینجا کارفرما شکایت میکنه، میگه اعتصاب کارگران به من خسارت مالی زده. معلومه، من میخوام بگم اتفاق قدرت اعتصاب کارگر همینه دیگه. وقتی که کارگران نفت در زمان شاه اعتصاب کردن، اقتصاد حکومت شاه فلج شد و سرنگون شد. بنابراین معلومه که من کارم همینه، معلم‌ها باید اعتصاب کنن. چیکار میخواد بکنه دولت؟ به زور ببره سر کلاس معلم‌ها؟ پرستاران هم اینجور. کانال جدید بفرمایید. سلام دانشگاه، شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر، بفرمایید.
یک نکته که به نظر من بارها من شاهدش بودم، به خصوص دوستانی که ظاهرن آگاهن و طرفدار کانال جدید و حزب کمونیست کارگری هستن، موقعی که سر بزنگاه بحث تشکل و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگرها معلم ها اینا میشن، همش بحث سرنگونی رو میکنن. دوستان یادتون باشه که چه اتفاقی در حال حاضر، تأکید میکنم در حال حاضر داره میفته. هر فعالی که خودش رو سیاسی میدونه و سرنگونی طلب باید جوابگو باشه. قابل قبول نیستش که کارگر یا کارگرانی 13 ماه کار میکنن بدون پرداخت حقوق. آیا شما و امثال شما جوابی برای این نوع از کارگران که تعدادشون هم زیاد هست دارید؟ من خطابم به کارگران اینچنینی این هستش که بعد از این به هیچ وجه قبول نکنید که هر ماه که کار میکنید اگه حقوقتون رو سر موقع دریافت نکردید مجمع عمومی تشکیل بدید، فعالین کارگری رو ازشون دفاع کنید و اجازه ندید نه اونا دستگیر بشن نه شما برید سر کار. ایده امشب اومدن زیر نام این که دفاع از کارگر میکنن، گفتم خانم دانشور شما دخالت نکنید. اینها مزدور جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از سال 57 با شوراهای کارگری مشکل داشت. خود من تو تهران بارها شاهدش بودم چطوری با سرکوب سعی کرد که خانه کارگر شوراهای اسلامی قلابی رو را بندازه. اگه جمهوری اسلامی به این مسئله حساسه، فعالین سیاسی کجا هستن؟ من کاملا صحبتهای شهلا دانشور رو ازش دفاع میکنم و باید جوابگوی حال حاضر باشید. سرنگونی یک برنامه بلند مدت هستش. در خاتمه میخواستم یک نکته در مورد مسئله استادیوم و والیبال بگم. من شخصا به عنوان یه طرفدار ورزش کلت میخوام بگم از تک تک ورزشکارای والیبالیست من انتظار دارم اگر اون روز دست از خونی از دماغ کسی بیاد، به نظر من اونها نباید سکوت کنن اولا و جمهوری اسلامی و این دولت روحانی در واقع مسئول این وضع هستش. محکومه متشکرم. تکس کردن یا پیام فرستادن و تهدید کردن تجمع ها جمهوری اسلامی. بله دوست عزیز، من مجبورم قطع کنم. متاسفم، خیلی نکاتتون زیاد شد و بس وقت کمی باقی مونده. دوباره میتونید در فرصت دیگه اگر دیدیم که تماس کمتر میشه یا فرصتی شد بیاید صحبت کنید، بخاطر اینکه اجازه بدید با پوزش دوستان دیگه هم صحبت کنید. نکات خوبی رو اشاره کردید. به هر حال میخوام بگم اون دوست عزیزمون که در مورد جنبش وسیع در خیابان گفتن، من کاملا بحثاشون رو مرتبا شنیدم. دوست عزیز ما هستن، میان با جدیت بحث میکنن، اظهار نظر میکنن. فقط من بحثم رو خواستم بگم که دست کم میگیرن این بحث ها رو، و این دفعه اول نیست، بارها گفتن که این بحث ها ساده است، مردم این بحث ها رو میدونن، برید سر این بحث ها. من میخوام بگم اینجوری نیست. از همین ها، از همین دریچه ها میشه بحث های اساسی که شما مد نظرتون هست رو مطرح کنیم. با همین مسائل ساده زندگی مردم، با همین حق تشکر، با همین حق اعتصاب، با همین حق تجمع، با همین موانع و پاسخ دادن به تردیدهای مردم، و با همین که بتونیم جایگاه اعتراضمون و مبارزتمون رو ببینیم نشون بدیم به جامعه که بابا معلم‌ها مبارزاتشون چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و چرا به همه ما مردم مربوطه و چرا راهکاره. کارگرها تجمعات و اعتراضاتشون چرا مهمه، اعتصابشون چرا مهمه، و بگیم که همین تجمعات، همین اعتصابات، همین اعتراضات اون مسیری که ما تونستیم حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، این حقوق پایه‌ای رو به درجه تحمیل کنیم، جمهوری اسلامی رو وادار کنیم. همونطور که گفتم کارگر اعتصاب میکنه، نمیدونم فرماندار و حراست و مسئول مقامات کارخونه همه میشینن مذاکره با کارگران. من مجبورم، کارگر وادارش کرده بیاد اونجا، و هر چقدر تجمع وسیع‌تر باشه، هر چقدر همه کارگرها دخیل‌تر باشن، هر چقدر
اعتراضات پی در پی و پافشاری بیشتر باشه، به همون درجه طرف مقابل رو بیشتر توی تنگنا و فشار گذاشتی و به همون درجه سنگری رو فتح کردی. همه تلاش ما اینه که بگیم که این بستر مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی، اینکه به قول شما خیابان ها پر از تجمع و اعتراض بشه، این همین هاست فضا میسازه، همین هاست که توازن قوا رو عوض میکنه، همین اعتراضات، همین مبارزات که دل و جرأت میده و همین هاست که گفتمان به وجود میاره و همین مبارزات که اتحاد به وجود میاره، تصویر میده از اینکه چه نوع جامعه ای میخوایم. ببینید انقلاب نتیجه یک مبارزه هر روزه است، نتیجه یک مبارزه هر روزه برای بهبود زندگی و برای عقب زدن تعرضات دشمن هستش. انقلاب یک روز یک باره صورت نمیگیره، قیام یک باره صورت نمیگیره، بستری داره. و خب ما که الان نشستیم تو شرایطی که جامعه دنبال راهکار رو میخواد ببینه از چه مسیری خودشو خلاص بکنه، خب باید بشیم همین حرفا رو بزنیم. ممکنه یه جایی یه جرقه بزنه جامعه، در این حال این رو قبول دارم، در این حال مثل آتش زیر خاکستره، در حال انفجاره، ممکن از هر جایی اعتراض بیرون بزنه. خب اون موقع گفتمان اون روزو داریم، ولی قبول کنید و باور کنید که این حرفایی که میزنیم اتفاقا ما رو آماده تر میکنه برای اون شرایط و گفتمان میده به اون شرایط. همین نقل تجربه و نقل صحبتایی که میکنیم مردمی رو که دیگه به حالت انفجاری و قیام ریختن بیرون روشنتر میکنه تو این که چی بگن و خواستاشون چی باشه. بس اینه. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، ببخشید من یک دقیقه مختصر. بله خواهش میکنم. ببینید من طرف میخوام بگم که نمیگم که این صحبت که شما میبینید درباره اعتصابات، درباره تشکل از کارگری باید گفت، باید بیشتر از اینا هم سازه کش شما بازم کم دیگه باید بیشتر بگید. من منظورم اینه که شرایط ایران با توجه به جنگوزایی که این منطقه هست از اون حالت اعتصابی دارن. ببینید مردم چیزی کمتر مرد دیکتاتوری خیابونات رضایت نمیدن که جنبش چیزای کارگری رو به نا به این فکر میکنه سی ان سی ای هنوز نیست. من میخوام فرارویشش به یه سری شوک نیاز داره تو خیابونا، اون پتانسیلی که بتونه شوک ایجاد کنه تو خیابونا، اون نیرو رزمنده که بتونه تو شوک ایجاد کنه. من دوباره اینجا مثلا اینکه میگن که ما اشتباه میکنیم و معلومه کارگرها چی شو بخوای چه نخوای اونا اعتصاب کنن، اونا چی بگن چه نگم اون اعتصاب خوشم و خیلی ممنون. خدافظ. متشکرم. ممنون. بله ایشون نکتهشون رو گفتم. به هر حال بله معلومه کارگرا اعتصاب میکنن، بله میخوام بگم، ولی معلوم نیست که کارگر میدونه از جایگاه اعتصابش تو اوضاع سیاسی جامعه چیه. اینو ما باید بگیم. معلم بله تجمع میکنه اعتراض میکنه، ولی ما باید بگیم که معلمانی که اعتراض کردید، مردمی که این اعتراضات رو میبینه، جایگاه این اعتراضات اینه و فضا رو آماده میکنه که شما هم تجمع کنید. همونطور که معلمان تونستن تجمع کنن، شما هم میتونید تجمع کنید. مسئله اینه و همینه که اون شوک که شما میخواید ایجاد میکنه. این شوک یه دفعه ممکنه، میگم ممکنه این شوک از ورزشگاه استادیوم ورزشی به وجود بیاد، یه جرقه از جامعه آتش زیر خاکستر، ممکنه از هر جای این جرقه بزنه. توی انقلاب تونس با خودسوزی کارگر بیکاری که بو عزیزی بود جامعه منفجر شد، ولی شروعش اونجا نبود، فقر بود، اعتراض بود، از قبل اعتراضات کارگری بود، همه اینا بود، ولی اونجا منفجر شد. شما نمیتونید اصلا اول انفجار رو به وجود بیارید. تو همین اعتراضاته که یه جایی به انفجار کشیده میشه. ممکن سر هر چیزه، ممکنه در رابطه با تعرض به زنان صورت بگیره، جامعه انفجاریه. ممکنه سر گرانی نان این انفجار صورت بگیره، ممکنه سر هر چیزی صورت بگیره.
ما این رو میبینیم، روند جامعه، روند جامعه ای که کارت با استخونش کشیده رسیده و نمیخواد این وضع ادامه بده و کمتر از مرگ بر جمهوری اسلامی رضایت نمیده. راست میگید، مردم میخوان جمهوری اسلامی سر به تنش نباشه، میخوان حکومت اسلامی سرنگون بشه و برای اون دنبال راهکارن. ولی اینا خاص مردمه. من اینکه اینجا نشستم، شما اینکه اینجا نشستید، باید این گفتمان ها رو به وجود بیاریم تو جامعه و باید جایگاه مبارزات مردم رو نشون بدیم و توضیح بدیم و بگیم که این نقشه داره. تأکید کنیم، بگیم معلمان خواستاتون رو ادامه بدید، پیگیری کنید و بر حق جمهوری اسلامی نمیتونه کاری بکنه. معلمی که میگه خط فقر 3 میلیون، حقوق من 1 میلیون، چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ راست میگه، با حقشو بده دیگه. و این جنگ ادامه داره و این اعتراض ادامه داره. پرستار همینجور، کارگر همینجور، بازنشسته همینجور، جوان بیکار، اون دوست آبادانی ما اومد گفت ما چیکار کنم، اون دوست عزیزی که گفت من زنگ میزدم منو دستگیر کردن ولی جونم به لبم رسیده، سرمایه‌داری ما رو، استخون ما رو خرد کرده، نمیتونم فریاد نزنم. اونم یک گوشه دیگه از این صحنه است. بنابراین ایناست نکات و صحبت ها و جایگاه گفتمان هایی که اینجا ما به راه میاندازیم. شما ببینید سر مذهب ما بحث گذاشتیم، بحث های بسیار پرشوری تو این برنامه شده، سر ناسیونالیسم بحث گذاشتیم، سر اعتصاب، سر تشکر، سر آموزش پرورش، سر درمان رایگان، سر تک تک مسائلی که به زندگی مردم مربوط هست اینجا برنامه گذاشتیم و بحث کردیم و شما عزیزان اومدید شرکت کردید. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه این بحث ها دو وجه داره. یکی اینکه همین امروز چه خواستایی رو باید داشته باشیم، دوره چه خواستایی باید متحد بشیم، و همین اینکه چه جامعه‌ای میخوایم. و این کمک میکنه که از بال سر ما مردم نتونن آلترناتیو سازی کنن. دیگه کنفرانس گوادلوپی دوباره شکل نگیره، بیان برنامه بریزن و انقلاب سرکوب کنن و عقب بزنن و از توش جمهوری اسلامی بیرون بیاد. برای همینه که رو همه مسائل ما صحبت میکنیم، چگونه میشه این حکومت سرنگون کرد، راه خلاصی از اون چیه و چگونه تشکل، چگونه سازمان بدیم خودمونو. ما بارها گفتیم سازمان یکی از راهکارهای مهم سازمان یافتنه، تشکله. برای همینه که گفتمان ما اینو میگیم، تشکل حق مسلم ماست، به خصوص وقتی که میبینیم که کارفرمایان اینجوری وایستدن به قلدری، قراردادی میخوان به کارگر ببندن که میگن کارگر معترض ما حق داریم دستمزدش ندیم و اخراجش هم بکنیم. خب اینو باید در موردش حرف زد. چند هزار کارگر تو اصلوی با این موزر رو بروهن و نقش این مسئله چیه؟ و من انتظارم اینه که دوستان بیان تو این بحث ها شرکت بکنن و پیشرفی همون رو ببینیم. همین که خبری که خوشحال کننده که امروز داده شد، جعفر عظیم زاده و احسان شاپور احسان راد آزاد شدن. چرا آزاد شدن؟ زیر چه فشاری آزاد شدن؟ کانال جدید بفرمایید. سلام دانشور، من اجازه گرفتم نکته آخرم هم بگم اینجا. بله. اجازه بدید. بله خیلی کوتاه لطفا بفرمایید. نکته آخر من در مورد این مسئله بود که اخبار خوندیم در مورد آزادی دو فعال کارگری، جعفر عظیم‌زاده و شاپور، فامیلشون فراموشم شده، احسان و دوست عزیزی که اومدن گفتن که گویا شما رو میشناسن و سالها زندان بودن یا مدتی زندان بودن و گویا منتظر این هستن دوباره دستگیر بشن. من شهر دانشگاه به خطابم به شما و تمام کارگرایی هست که چه تو حالا تو زندانن چه کسایی که آزاد شدن. به نظر من این کار عملیه، باید شیوه تعرضی تر گرفت، به این معنا که
کیفر خواست خودتون رو بر علیه دستگیریتون و رفتاری که با شما شده بنویسید، بنویسید و تقاضای خسارت همین حالا از جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، دستگاه انتظامی، هر کی که تو دستگیری شما دخیل بوده تقاضای غرامت کنید. به نظر من این عملیه باید اتحادیه آزاد کارگران و بقیه اتحادیه ها از این فرهنگ این فرهنگ رو ببرن تو کارگرا. نکته اصلی من اینه، این عملیه و باید بشه، باید تعرضی بر خودکفایی رژیم کرد. متشکرم از نکتتون. بله اینم نکته درستی است که باید راه حل دفاع نیست، راه حل تعرضه. در برابر وقتی که کارگر دستمزدش ماهانه میدن، کارگر بیا باید بیاد بگه نه تنها دستمزد من باید بدی، باید چند برابر اضافه بشه دستمزد من، و با اعتراض متحدش بیست جلوی. یا خوشبختانه فضا فضای تعرضه. شما نگاه میکنید کارگر رو زندانی کردن، تو زندان علیه اعدام بیانیه میده، چون با گوشت پوستش تو زندان میبینه که چی میگذره. باید به قول اون دوست ما میگه که منو دستگیر کردن، زندانی بودم ولی که نمیتونم ساکت باشم. مسئله همینه، مردم نمیتونن ساکت باشن. ساکت بودن یعنی تعرض بیشتر به مردم، ساکت بودن یعنی تهاجم بیشتر به زندگی و معیشت ما، و مردم نمیتونن ساکت باشن. مجبوره، بچه تو نمیتونی بفرستی تحصیل، بچه تو نمیتونی درمان کنی، درد تو نمیتونی درمان کنی، نون شب تو نداری بخوری، ماها به تو حقوق ندادن، حاشیه نشینی گسترش پیدا میکنه، خونه های بسیاری رو تخلیه میکنن. تو همین برنامه هفته گذشته دو نفر اومدن از این صحبت کردن که به خاطر که اجاره مسکنشون رو نداشتن از خونهشون اونا رو بادار کردن خونهشون تخلیه کنن. خب چه راهی برای این کارگر وجود داره؟ معلومه که باید اعتراض کنه، معلومه که بنابراین باید به قول دوستمون تعرض کرد به این حکومت، و باید خواستایی که داریم الان میشه تشکلهای مختلف و تو سطوح مختلف با وجود آورد، در دفاع از حقوق زن به اسامی مختلف، علیه خشونت علیه زن، در حمایت از زن دختران فراری، به هر شکلی تشکل ایجاد کرد، نهاد ایجاد کرد، گفتمان با وجود آورد، شبکه های مبارزاتی رو تو گروه های وایبر و تلفن و خط تلفن هوشمند ایجاد کرد، در دفاع از محیط، در اعتراض به تخریب محیط زیست، به هر شکل میشه تجمع ایجاد کرد، تشکل ایجاد کرد. کانال جدید بفرمایید. سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. سلام به شما، بفرمایید. خواهش میکنم اگه اجازه بدید من میخوام در بحث رو شرکت کنم. خواهش میکنم صحبت کنید، بفرمایید. میخوام بگم در جامعه سرمایه‌داری بار تمام بحران‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل میشه. در نظام جمهوری اسلامی که اکنون بیشتر از همیشه دوچار پیسی زنده و شکستگی شده، از همان ابتدای وجود منحوسش بنای همه جانبه ستم و سرکوب، تعمیر بی‌حقوقی و تفرقه را گذاشت. اگر کارگران و زحمتکشان در جریان انقلاب 57 به تشکیل شوراهای واقعی خودشون اقدام نموده بود، اولین کار جمهوری اسلامی برچیدن شوراها و تشکلهای واقعیشون بود. هیچگاه از زندان و شلاق و اعدام و کارگران و پیشروان آن کم نگذاشته. این حکومت تمام بنیادهای سرکوب حکومت ستمشاهی را هزار بار بیشتر علیه مردم بازسازی کرد و به کار انداخت. مردم برای احقاق حقوق خودشون راهی برایشون نمونده جز رهایی از تفرقه با ایجاد تشکلهای خودشون و اعتصاب و اعتراض علیه تمام آنچه که سالیان سال در آنها روا شده و به مرز غیر قابل تحملی هم رسیده. کارگران به عنوان طبقه نجات بخش خودشون و کل جامعه
باید به خودش نگاه کنه. از سرمایه‌داری جز نکبت و فقر و فلاکت چیزی آید مردم نمیشه و از مذهب جز اعمال فاشیستی بر همه افشار اجتماع به خصوص زنان و ضدیت تمام عیار با هر گونه نمودهای تمدن مانند علم و دانش و تکنولوژی و فرهنگ انسانی چیزی نباید انتظار داشت. جمهوری اسلامی هر دو اینا رو داره، یعنی سرمایه‌داری ملوث به مذهب ارتجاعی و عقب مانده و خرافی. اگر بخوایم از انقلابات یک سده اخیر به خصوص سال 57 77 88 و نیز از انقلاب کشورهای مانند مصر و یونان سرده بگیریم اینه که باید متحد بشیم و هر کاری بکنیم به ایجاد تشکل‌های واقعی بپردازیم، با آموزش واقعی توده‌ها از راه واقعی رهاییشون بپردازیم، به حزب انقلابی رادیکال خودمون حزب کمونیست کارگری بپیوندیم، ضمناً از هر کار احساسی صرف و بدون در نظر گرفتن تعادل قوای موجود و اعمال آنارشیستی بپرهیزیم. در پایان باید گفت که اگر چپ اجتماعی متحد واقعی جنبش سوسیالیستی از شناخت کافی سوسیالیستی در خودداری من... از اعمال خود ما به عنوان حزب پیشرو و طبقت که به این مسئله بهای کافی ندادیم، این مسئله باید جبران بشه، وگرنه از برجسته کردن اقراق‌آمیز نقش روشنفکران به اندازه کافی ثمری نمیگیریم. ایجاد تشکل من شرمندم دوست عزیز، قطع میکنم چون تلفن دوستان رو خط هستن. سعی کنید معمولا فرصت کوتاهی صحبت بکنید تا اینکه بیشتر امکان داده بشه که کسان دیگه هم تو بحث شرکت بکنن. به هر حال نکات خوبی رو اشاره کردید. بله ببینیم، میگیم تشکل، ولی یکی از اشکال مهم تشکل تعصبه تو حزب متشکل شدنه. 50 سال خفقان شاهنشاهی و این جهنمی که جمهوری اسلامی درست کرده کاری کرده که اصلا تعصب تو ذهنها ممکنه خیلی کمرنگ باشه. خود سرمایه‌داران نگاه میکنید، هر کدوم حزب جمهوری خواه، حزب فلان، حزب چی، حزب مشارکت، حزب انواع، چه تو جمهوری اسلامی چه تو سطح جهانی نگاه میکنه انواع احزاب دارن، ولی وقتی به نوبت به جامعه میرسه تعصب جرمه، تشکل جرمه. کسی رو که با شاهرخ زمانی رو 11 سال حکم زندان دادم، گفتن به خاطر اینکه نمیدونم در فکر تشکر بده. محمود صالحی رو تو همین 8 اردیبهشت در آستانه اول ماهمه دستگیرش کردن، زندانیش کردن، گفتن به خاطر تلاش برای تشکر، تشکر کارگری. و اتفاقا اینم یکی از یک بخش مهمه از مسئله است. ما باید به حزب خودمون احتیاج داریم، ما باید متشکل باشیم تو حزبمون، چون حزب یک تشکلیه که همه وجوه مبارزه ما رو در بر میگیره، مبارزه علیه کلیت این تفاخش سرمایه‌داری رو در بر میگیره. و همین داریم مهمترین جایی که باید متشکل باشیم تو حزبمونه. همونطور گفتم میبینید همه اینا هر کدوم یه حزبی دارن برای خودشون، ولی برای ما مردم ممنوعه. چرا؟ برای اینکه ما اگه تو حزب خودمون سازمان پیدا کنیم، اگه متشکل باشیم، خب نیروی بزرگی میشیم که اینا ازش میترسن، وحشت دارن. برای همینه که تعصب ممنوعه، برای همینه که تشکل ممنوعه. و یکی از نتایج این بحث اینه که ما با تعصب رو اجتماعی کنیم و تو همین برنامه بیاد بگیم ما میخواییم عضو این حزب بشیم. این یک قدمی برای اجتماعی کردن تعصب. تو همین برنامه کانال جدید بیاید اعلام کنید، بگیم ما تشکل خودمون رو ایجاد کردیم. این یعنی اجتماعی کردن امر تشکل. تو همین برنامه بیایید مثل یک کمپین، مثل یک کارزار برای متشکل شدنمون کار کنیم. اینجوریه که جواب کارفرمایان قلدر عسلویه رو میتونیم بدیم، اینجوریه که جواب کارفرمایان قلدر پروفیل سابه و جمهوری اسلامی رو میدیم. مثل یک کمپین مهم، یک کارزار مهم، همونطور که سر خاص افزایش دستمزدمون که کارزار رو میندازیم، سر تشکلمونم باید کارزار رو بندازیم و کانال جدید جایی برای این کارزار باشه، مکانی برای متشکل شدن باشه. بیاید
تو همین برنامه بگی میخوام عضو این حزب بشم، مثل دوست عزیزی که تو برنامه قبل گفت، مثل این دوستی که اومدن صحبت کردن. بیا تو همین برنامه بگی من میخوام تشکل علیه بیکاری درست کنم. بیا تو همین برنامه بگید من میخوام تشکل در دفاع از حقوق زن درست کنم. من میخوام تشکل در دفاع از حقوق خاص افزایش دست ماش خواستایی دارم. میخوام کارزاری را بندازم. میخوام علیه اعدام تشکل درست کنم. میخوام در دفاع از زندانی سیاسی تشکل درست کنم. بیاید بگیم ما یه گروهی هستیم توی مدیای اجتماعی تو وایبر که کارمونو گذاشتیم در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و فراخوان بدید به مردم که اونا هم بپیوندن به گروه شما. نمیتونن اینا کار کنن. خودشو گفتن ما حریف وایبر نمیشیم، حریف مدیای اجتماعی نمیشیم چون سروراش تو خارجه. انقلاباتی صورت گرفته با همین مدیای اجتماعی، با همین دست هر کسی هم اینگاه میکنید میبینید یه تلفن هوشمند هستش، از زن خانه‌دار گرفته تا کارگر کارخونه تا هر کسی. میبینید کارگری رو باید صحبت میکردم که چندین ماه حقوقش رو نگرفته، از کار بیکارش کردن، یه چند دقیقه از پول باز خریدش کردن، اولین کار کرده تلفن هوشمند خریده. بخاطر میگه این دنیای منه برای ارتباطات. اولین کاری که کرده ماهوارش رو راه انداخته. یادم تو زلزله آذربایجان شرقی زلزله شده بود، یکی از زلزله زدگان تو چادری که زندگی میکرد بخاطر خونش تخریب شده بود تلویزیون گذاشته بود با ماهواره و تماس میگرفت و اخبار اونجا رو میداد تو همین کانال جدید. باید اینجوری نگاه کنیم. مثل نون شب برامون لازمه تشکل داشتن و متشکل شدن، به خاطر اینکه ما باید حق حقوقمون رو بگیریم و برای گرفتن حق حقوقمون، برای عقب زدن این تعرضات احتیاج به تشکل داریم، احتیاج به سازمان داریم، احتیاج به حزب داریم. و اهمیت این بحث اینه و اهمیت اینه که فردا روز وقتی جامعه میتره، که جامعه منفجر میشه، مردم متشکلن، مردم دور خواستای مشخص و روشن جمعن دیگه، باعث نمیشه دار دسته های ارتجاعی قومگیرهای مذهبی بیان شقه شقه کنن مبارزات مردم، باعث نمیشه که از بار سر مردم طرحهای مختلف رو سوار کنن، مبارزه رو به انحراف بکشن. هر چقدر سازمان یافته تر باشه، هر چقدر متعید تر باشه، هر چقدر خواستای ما روشن تر باشه، به همون درجه ما یک قدم به پیروزی نزدیک تریم. به همون درجه اجازه نمیدیم که ارتجاع و دیکتاتوری برگرده. به همون درجه آماده تریم که جامعه ای رو بسازیم که جامعه انسانی باشه و جامعه بسازیم که خواستای ما رو نمایندگی میکنه، انسانیت رو نمایندگی میکنه. این بحث ها رو باید بیشتر گذاشت. وقت زیادی از برنامه باقی نمونده. متشکرم از دوستانی که اومدن رو توی برنامه شرکت کردن. متاسفم که قسمت کوتاهی برنامه به هر حال لحظاتی مجبور شدیم قطع کنیم و میخوام که نتیجه این بحث تماسگیری وسیع تر شما با ما باشه. همینجا خوبه به موقع شماره رو بدم، 2044-777-98-98-968. و دوستانمون که تماس گرفتن، اونایی که تماس ندارن میخوام که تماس بگیرن و با ما در ارتباط باشن. متشکرم که همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.